سلام سلام به سلام همیگی. سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز خوش اومدیم به اپیزود 378 بله. در مکانی جدید ما بالاخره نقل مکان کردیم و اومدیم به استودیو کومان یه گوشه رو برای خودمون پیدا کردیم و پرچممون رو زدیم زمین اینجا الان پادکست هر جایی شده <laughs> واقعا این نشون میده آقا که واقعا جا... پول بذاریم یه سوله بگیریم درست کنیم دیگه اونجا دیگه نخوایم هر دفعه هم هی ستاپ کنیم این خیلی سخت میشه من یه برنامه ریختم با بچه ها شما نبودید از زد... استودیو چیکار پ... میخوام بکنی پیش ریخته حالا میخوان چیکار کنم خب به اون بگید اگه پیش ریختن خب رومان بریزید گفتم <applause> ما هر هفته که میایم اینجا آه. یه چیزی برمی داریم میریم استودیو خب شما هم نمیفهمید دیگه ای آیتما زیاده بله بعد دیگه یه روز یه استودیو با اون ببین آره. الان مشکل آیتم نیست فقط جایه <تصح> یعنی آیتم داریم چون این در واقع وسایلی که ما داریم استفاده میکنیم همش وسایل قدیمی کومار دیگه الان از اینا استفاده نمیشه اینا فقط برای پادکست استفاده میشه برای همین فقط جایه یعنی جا. یه جا رو بگیرید من خودم همه کاراشو میکنم ببین الان برات انقدر صد کنترات خوب داری آره، آره. داره آره آره کارو براتون در میارم با قیمت کم نه دست در نکنه خیلی این وصل یه اگه اینجا فراهم دست در نکنه رو بگو جونه میخواستم چن... چند جا بودیم تا حالا اون خونه اول شما او که بودی آره بعد بیسی... نه اول یو سی بیسی... بودیم <applause> نه اول که خونه شما بودیم اول خونه شما شما شروع کردیم آره یو سی رفتیم خونه فرهاد رفتیم خونه فرزادم رفتیم خونه فرزاد رفتیم خونه کارون رفتیم خونه ما یا فقط توی اون پارتی رومه من نه تو خونه هم زبط کردیم ولی پخش شد فکر کنم سر،, سر میزنهارت یه بار زبط نکردیم؟ او چرا اون او تصویری نبود اونجا ضبط کرد آره. خونه اگه اینطوری خونه ایمان هم بگو دیگه اون ایمان آره خونه, خونه ایمان بوده آفیس پارتی روم ما بوده آفیس بوده اینجا نه تا اون آفیس پویا اینا بوده نه دا. آفیس چیزم بود خونه ایمان پاین لانزده آره آره پاین لانزده آره آره. لانز هم یه دونه اپیزودمون اونجا داشتین خود ده اینجا الان یازدهمیه اینجا دهمیه با این ده شمردم حالا شاید بیشتر باشه امیدوارم که اینجا دیگه پرچمونو بکوبیم و دیگه ندیم پایین کومان یعنی اپیزود پایین کومان پایین کومان شماره او آره استودیو اول بعد هر اتاقی رو میتونیم در رزا بگیریم یه مدت وسط بودیم یه مدت تو اتاق بودیم آره خیلی چیزیم خوبیش اینه که جای همه جا, جا دیگه؟ هست دیگه. حالا جامون جا. همه جا هست نه ما خودمون همه جا جام میدیم این از نشانه های بارز اون استاد بود که خودش هر جای جام میداد درست آره اینجا گوشیامون هم بیفته تمام آ آه. آه اگه که <تصفح> چرا چون بتونه اه آه میتونه چیز میکنیم یه فرش میگیرم قول میدم فرش چی نه فرش برای چی فرش, فرش باحال میشه داره میشه نه توی پرزش هستیم فقط زمان میبره اینجور چیزا الان زمان خریدا زمان میبره الان چه خبر هفتهتون چطور بوده من اولی بگم همه اول اولش بگم آقا اپیزود قبلی که امروز ما امروزی که داریم ضبط میکنیم پخش شده امروزی ام که آره دی ما الان که داریم زد میکنیم همین امروز هم پخش شد اپیزود ما یعنی ما یک اشتباهی من دن. کرده بودم که من اینو توی گروه تلگرامی هم گفتم یه اشتباهی کرده بودم که دوربین دوربین فرهاد فرزاد و کارون کج بود برای اینکه بتونیم تصویر رو صاف کنیم بعد زوم میکردیم یعنی در واقع مجبور می‌شدیم زوم کنیم برای همین ها یه ذره تصویرشون بد بود و من از تمام فنای بچه ها مذارت خواهی میکنم و از تمام کسایی که کارون و فرزاد رو نصفه دیدن و امیدوارم که این تصویری که امروز دارید میبینین باب میلتون بوده باشه دیگه دیگه از این بهتر واقعا جبرانشین نمی... دیگه نمیتونم یعنی اینطوری بهتون بگم دیگه توانایی بهتر زیر ندارم اه... چیه؟ خوبه؟ خوبه؟ خوبه؟, خوبه؟ دوتای بالا شمایی دوتای پایین مایم نه اون دوتای بالا یه داستان دیگه اون خیلی دیوایس بدیه برای مانیتور کردن مانیتور چرا نه اون دیوایسی که داریم باش ضبط میکنیم اون دوتای بالا رو عین هم نشون میده این برای این دستگاه در واقع برای لایو استریمه برای رکورد همینطوری نیست ولی خب ما داریم ازش استفاده دیگه میکنیم نه آره دوتای بالا من و فرهادیم سه تای پایین سه تا دوربین دیگه است <تصوح> <تصوح> که یکیش دوباره منو فرهاد می که شما این یکشم دوربین سوم آره خلاصه من اینو خواستم مدرس بکنم خیلی سری و خیلی مستقیم چون که تمام کامنت حالا یک بار ما تصویرمون کج بود همه دیگه و ولی اگه یه نفر اینو بگه بقیه اونو بخونن اونو لایک بکنن بهتر نیست یعنی میگی که آدم تو بقیه بگی چه جوری آزادی, آزادی زیادی داری الان ولی خلاصه گفتم که من هر چه سریعتر بگم تو گروه تلگرامی هم گفتم و گفتم نشر بدید اینو هر چه بیشتر من دیدم امروز دو یا سه نفر تو یوتیوب اینو گفته بودن از تو که آه، گفتو یکی آه. نوشته بود من اینجوریام اوه چقدر خفن اون میدونه من نمیدونم آره من یه ذره اومدم دیدم یکی گفته بود به نقل فهمیدم که اطلاعات آره. ما رسید آره من دیگه دیدم بچه ها دارن جامعه میدارن اونجا رساله میدی من نه من خیلی سریع اتفاقا من سوسکی میرم یه زی میگم در میرم البته خب بعضی موقعم هستم دیگه مثلا اون دفعه عکس مولک و گذاشتم توی اون گروه اه. آره یه عکس گفتم هم ملو والا نمیدونم دیگه این آشیه شما ها پختید اگه پاشم بیاید یه کاسه هم بردارید خوب میشه من خیلی وقت نرفتم تو اون گروه تو تنها نیستی فکر کن <applause> آخه خودش رو انداخته ره نه ره گروه تلگرامی قرار بود اون نه با. این این دریوری که <applause> هیچ وقت نفهمیدم من که به فرزاد گفتم شد. من گفتم کار فرزاد بود من گفتم تو هیچ وقت نباید دست به تکنولوژی کلا بزنی ولی گوشم نمیدی چی؟ فنیه آره فنیش اینو درست کرد آره چه خبر؟ هفتهتون چطور بوده؟ چه کردین؟ چی؟ okay. چه خبر؟ زاویه جالبه با تو راضیه؟ راضیه راضیه؟ نه را من هفته خیلی اوکی نداشتم. آره. تو خیلی سخت دو... بودم آه... تو دوران آه... دارکیو داری سپری میکنی؟ آره مثل حسین حسینم دوران دارکی آقا منم دوران تمام چی منم دوران دارکی دارم. نه تو دوران کی تو گذروندی دیگه نه به خاطر نتیجه انتخابات میرسی میرسی شما که الان سبزی تامنیل دوست داشتی تامنیل جنجالی زده اطراح حال کردم اکسای پشت جالب بود اکسای پشت درم شایان و میلادگرم که تامنیل زده خب بعد همین میبود دیگه آره آره آره. در اکس <applause> خلاصه آره حالا به اونجا میرسیم ولی هفته خودتون چطور بوده از هفتهتون بگیم ببینم فرزاد تو چطور بودی منم درگیر کار بودم دارش. کار خاصی فکر کنم نکردم تو داشتی سقفی چیزی میزدی اون تموم شد تو خونه آره اون پروژه تموم شد یه فضایی بود که در واقع فضای خالی بود وقتی که در خونه باز میشد بعد سقف خیلی کمی داشت ام. اینجا هم که بارون که دیگه میدونی توش اضافه میکردی اضافه میکردم به اول برنامه بود که اون سقف رو بردارم و یه سقف اصلا از خود خونه یه بزنم تیکه. اینا بعد دیدم رفتم بالا نگاه کردم دیدم اون سقف آهنه ام. یعنی واقعا یه یه آهنه تیر آهنه دو متری آره در نیم متر بعد گفتم خب اینو که کار ما نیست برداریم بعد یه حالت اکستندش کردم یعنی آب بارون که میاد آره. و آره یه جوری دیگه ولی ده... پروژه این در واقع ساختمانی تموم شد آره تموم شد خیلی خوب دفعه اول بود که ستون میزدم با چوب چوبای 6 x 4 اینچ در 4 اینچ خیلی استفانیم آره در سهانیم میدونیم این آدم حالا آره <laughs> کسایی که توی شاید علاقه داشته باشن به کانسترکشن و ساخت و ساز و اینا بیشتر هم حالا روی کد آمریکا کانادا تو بای رو خیلی شاید شنیده باشن به اون الوارایی میگن که حالا دیوارو رو بیشتر باش میسازن یارمیکی <applause> این داریم این پوشه میتونیم با رسم شکل نشون ولی واقعیتش اصلا تو بای فور نیست یعنی دو اینچ در چهار اینچ نیست اونم مثلا یکو خوردهی در سه و اونیم در آره در سه و اینا هم به اصطلاح باشه آره. ولی پروژه خوبی بود دیگه وقتی که تموم شد و بارون اومد و کارش کار در بارون های عجیبی هم داره میاد این چند روز <applause> تو چه <چخبه> خبر کارون <applause> ما هم هیچی دیگه همین خبری که همون یه دونه بود همین <میده> یه دونه خبر تو زدیم ما طول هفته کار بیشتر بیشتری بیشتر نمی می کردیم. می چرا چرا حالا اینجوری من اصلا نمی‌فهمم هفته چه جوری میاد و میره هفته خیلی سعی داریم من حالا دیشب بگو ببخشید اگه تو حرفت نه همین دیگه داشتم سال که کاری داشتم فکر میکردم قدیم ما چی میگفتیم راجع یه سریالی صحبت میکردیم یه فیلمی بود الان که اینا نیست جایی هم نه آخه الان فصل عجیبیه دیگه الان اون فصل است که نه جایی میری همه درگیر کارشونن نه تعطیلاتی هست نه سریال جدیدی اومده نه تو میری الان همش سیاسی دیگه هر اتفاقی که داره میفته من مشکل سریال دارم سریال خوب نیست هی بالا بالا پایی میکنی احساس میکنم استانداردات متفاوته نه واقعا این ای مشکل همه هم دارن یعنی من با پدر نه من دارم سوپر میبینم دیگه سوپر نشتراز. مثلا من خیلی استانداردم تو سریال پایینه برای همین سوپر, نشتراز. سوپر نشتراز. بده؟ نه بالا اون چی؟ استاندارد سوپر نشز شم یارو میره مثلا جن و پری میگیره هانت میکنه لیترالی همین فکرم هم. جود جلد تاپ و اینا خوبه نه با خیلی مزخرفه یعنی حالا واقعیتشو بگم ها برای تفریح میبینی فقط آره, آره فقط آره جوکه تفریح جوکر رو دیدم اون قسمتی که تو گفتی رو دیدم آره بازیت شدی آره بود نه اون قسمت هیتلرشو رو فقط دیدم مثلا اون لفظ و اینا رو فکر نمیکنم هیچ جای دیگه از دنیا بجز توی ایران استفاده بشه نه, نه. با افتخار با, نه. با افتخارم احسان علی خانی میگفتش که یه ستینگی رو ایجاد کنم فکر کنم خیلی جالب شد جالب که انتظار بیشتر آره شد یه شد کامنتی اومد میگفتش که چه میدونم نازی ها خیلی هم بد نبودن میدونستی در فلان جا فلان کردن در فلان جنگ فلان کردن تو دیگه نمیتونی بدتر رو بیای با... دیگه از دیگه, دیگه بده بده دیگه. دیگه این دیگه. مثلا بهش گفتن تو هیتلر باشو تولدت من نظرم اوکی بود اون جایی که اینا شروع کردن سلام دادن اون مشکل داشت و یعنی تو قبلش حالا آره. نقشه دیگه آره. یه خارجی ببینه بعد برامون دیگه آره. یه خارجی ببینه بعد برامون خیلی چیزا بعد یه سره میتونیم بچرخیم بعد بریم سر اپیزود سر چیزه نه اونو که زیاد بچرخ آخه احساس کردم دیگه رفتی برای قرائت پارو میخوام عوض کنم عوض کن قدیم پام عوض نمیشد الان نم عوض <تصفح> 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 فیچر جدیده آقا به کمرت یعنی قبل عمل پا پای راست من نمیومد چپ الان پای راست من میاد چپ <تصفح> من توی <ازپن> <کنیم> هفته گذشته که دو هفته چرا زود داریم میگذره من مامانم از استرالیا اومدن و یه سری از وسایل قدیمی که من کالکت کردم رو آوردم یه نمونهشو به تو نشون دادم یه یه عکس برات فرستادم اون جه. آلبوم فیزیکیه آره آره, آره من دارم عکس رو باریکت. آره خود عکس رو دارم یه عکس از بچگی کارون دارم آلبوم دبستان عکس هشت سالگی اکس... رو فرستاد کرک بتام چیزی هست که بگیم گوشه <تص> اول دبستانم رو دارم پیدا کردم کتاب فارسی فارسی اول دبستان با خانم موسوی بودم این رو دارم و یه باحال دارم شاید شما هم باش خاطر داشته باش. آره تو جیبت بخواه. آره آره یه لحظه کنید که تو اینو یادت میاد آره آقای نگو سرو این چکو شما با آقای سرو درست کردید مال حرف مال حرف آره چه چکوشی چه چکوشی خودت؟ تو مدرسه رشاد تو هم داری بله تو هم داریش یعنی همچنان داری باید تو خونه باشه ایران آره این یه بالا ببین چقدر خوب اینجا نگاه کنم همه آیده همه یک آره, دیگه آره. آره دیگه یه سری از آلبوم های قدیمی و اکس قدیمی و یه سری چیز قدیمی و کردم خیلی جالب بود دیگه اکس مکس از اون مادر هشت سالگی من میگم اون عکس ها رو به عنوان مثلا عکس دوستایی که اون موقع داشتم و دوستای خوبم محسوب میشه عکساشونو میگرفتم ازشون نه. و اینا رو همه نگه داشتم یعنی دو سه نفر دیگه واسه که نمیدونم کی <تصفح> <تصفح> خیلی واسه خوب بود ما شاید تو یادت بیاد حالا آره دیگه حالا اینو بعدا عکسشو میذارم عکسی که داری بیدم. از کانون عکس خودشه یعنی با همین نه خودشه نه عکس سه در چهار پاسپورت یه روز رفتی خود مدرسه گفتی یه عکس تو واسه من بیاره خیلی درخواست جالب بود مدرسه یه عکسی میگرفتن هر سال عکس پرس این فکر همون بابا تو با این تو با این لباس های بیایی تو مدرسه که تیر می با تیر میزدن با شلوارکه با لباس فرم میگرفتن میدونی آره از. نه این عکسیه که تو 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 آتولیه ای چیزی گرفتی برای مثلا فکر کنم پاسپورت ناسپورتی چیزی شناسانه یا چه ای نه به نه برحال نیاز دیگه کارت چه میدونم بهداش نه از این کارت ها پیده کردم نه اکسشو قرار بذاریم نه بذاریم چون مشکل اونو مامان من دوخته بود اون هر تیکش مثلا پس آره، اکثر بهت بدم فیزیکیشو داشته باشی با حاله نه،, نه دیگه نه داره داره پیش نه داره. داره دیگه. اونی که نگه میدارم ولی آره من فهمیدم که مثلا حالا بعدم بتونشم اینجا یه گلدونه که مثلا اینجا تو دبیرستان من درست کردم توی تو با سنگه آره آره که مار داره توش اونو با. خودم با دست درست کردم اینجا چقدر کارای مفید این, این رفته استرالیا این رفته استرالیا و از, از استرالیا مهجد. اومده آره اینو می‌خواستم بگم یعنی این دفعه بیشتر باری که مادر آوردن تو بوده نه ببین من اونجا طبق گفته پدر مادرم 13 تا کارتون دارم استرالیا. که الان فکرم سه تاش اومده و ده تا کارتون برقس دیگه برقس؟ آره کلکسیونی که الان الان مثلا 16 هم دو تا کارتون دیگه میاد ما اونم اینا هر دفعه که میان نفری یه کارتون میارن حالا این دفعه با من بند نمیاره داره دو تا کارتون <تصفح> داره دو تا کارتون میاره این هفته چند بار به پدری ما فکر کردی؟ من فرهاد فکر میکنه سه شنبه صبح هنوز نرسیده آره آره یادشون هست خلاصه یه سری خاطر بازی باحال داشتم تو این مدت یه سری و همه این چیزایی که دارم و مثلا الان نمیدونم با میخوام یه جورایی قابشون کنم مثلا خیلی میگرشتم. حال میده الان خیلی حال توی دوگنواشم گفتم الان افتادم به قاب کردن مختلف مختلفو قاب میکنم به نظرم باحاله که آدم داشته باشه سوال دارم اذیت نمیشی به چی از چی از, از خاطره آه. من دوست دارم به نظرم من خیلی دوست دارم برمیگردم نگاه میکنم چه سگدونی بود ما داشتیم توی درس <applause> میخوندیم رشا اصلا یه رسه فکر کن برگرد به اون دوران برگرد به اون نازم و مدیر و معلم که ما داشتیم ف... به اون... همینی که ما سوروایف برهنگ کردیم یکی که تلاش میکنم تو مغز ما بکن با... سروایو کردن چی تعریف میکنی؟ زنده ایم الان درشم ما الان ز... همان من واقعا سروایو کردم خیلی دیگه باشه چطور میتونست باشه منظور چیه میتونست این باشه دارک دارکش. نه یعنی خیلی از مسائلی که ما باش دست و پنجه نرم میتونست می 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 نباشه به خاطر همون مسائلی که اونو به زور میخواستن تو مغز ما صد درصد ولی تو نگاه کن من الان راضی ام از پیشرفتی که از اون موقع داشتم یعنی سمت. الان مثلا وقتی که هم... نگاه میکنم به گذشتم من خیلی میتونستم راه کج باشه؟ الان نمیگم خیلی راهی که اومد ولی اون موقع میتونست خیلی کج در باشه کسی که چاقو چیز میکنه تو اردو بله آره نه ببین ساختش آماده بوده ببین یه سری از این کارهایی که حالا احساس کنم دارم اپیزود کارون هایجک میکنم ولی یه سری از این کارهایی که میکردیم واقعا به عنوان این بود که تو خودت تو خطرناک خطرناک ایناف نشون بدی که آدما فاک نکنن چون واقعا بعضی از آدمان که اونجا مثلا درس میخوندن واقعا لاشخور بودن آقا من همین این جوکره که داشتم میدیدم یکی از این کاراکترها رو من نگاه میکنم من اینجورم آقا تو اگه تو مدرسه ما بودی حتما اذیت میشدی یعنی اصلا راه نداشت با این سبک برخورد و اونجا جون سال نه خب دارد. ما الان خیلی نایستر داریم برخورد میکنیم ما میکنم اون تو... موقع اگر که اون موقع هم اون طرف توی مدرسه اونا میرفتی احتمالا ما نمیتونستیم سوروایف کنیم میری احساس میکنم من ارسا قدیمتر خیلی بدتر بوده یعنی همون هم که الان طرف صحبت کرده با برم دستش رو بروزم نمیدید بهش گذشته خیلی الان همه سعی میکنن نایس باشن و اینو ولی زمان مدرسه اینجوری نبود وحشی بودی <laughs> همون <کشم> میگم مثلا من اینا رو که نگاه میکنم شما مدرسه‌تون دولتیه این مدرسه که میگی یا ما دبستانمون دولتی بود راهنماییمون غیر انتفاعی دیگه از راهنمایی غیر انتفاعی غیر با حاله بای. من 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 دوست دارم که مدرسه دولتی رفتم دبستان یعنی با همه داستانش داستاناش اوورالش با حاله آره اوورالش خوب بود نه ام... آره با ولی با... خب خوب... خیلی اون... اونجا هم خیلی آدمه آدم های یعنی معلم های زندان من یکیشون که گفتم من ببینم یکیشونو من... من زیر من ببینم یکیشونو یکی میزنمش بدم آره آره من دو تا عد... حواست به خودت همکلاسی من زندانم به سلامتی همکلاسی که یعنی هم مدرسه بودیم دیگه دبستان آره من این هفته کاری دیگه هم همدارد. الان یاد آمد گفتی اه... هفته بعد من باید یه چیزی رو یه جایی پرزنت کنم یه چیز داخلی شر... آره. یه چیز داخلی شرکت رو مثلا یه تعدادی می... بعد قبل اون گفتن هر تیمی که توی اون کنفرانس داره شرکت میکنه یه ویدیو یه دقیقه ای بدید بعد همه هم تشویق تشترک... کردن یعنی به همه گفتن بری گفتید خیلی هم راحته مثلا دو سه تا اسلاید درست کنید و یه زوم کال با خودتون چیز کنید عکس تصویرتون بالا باشه که ما قیافه رو با صدا داشته باشیم آه. خیلی هم وقت نمیگیره 5 دقیقه ازتون وقت میگیره آقا چقدر کار سختیه ضبط کردن یه چیزی که میخوای خوب باشه یعنی سه تا اسلاید صفحه اول که ده ثانیه روشی صفحه دوم یه ذره توضیح صفحه سوم هم میگی مثلا ما این اینو قرار ارائه بدیم اگه میخواید فلان موقع بیاید تا که ما رو گوش بدید دیگه بعد خودت که با خودت تمرین میکنی اوکی خیلی راحت همه چیز جلو میره این دکمه زبط رو که میزنی انگار وارد مثلا یه دایمنشن دیگه ای میشی کلن اضطراب میگیری اصلا فکرت من اصلا کامل فکرم یه جا دیگه بود بعد نوشته بودم گفتم خب نوشتم اصلا تو مانیتور نگاه میکنی خیلی معلوم نمیشه چشت کجاست بعد چون که از رو نوشته خونم بعد یه دور نگاه کردم دیدم این به فیک ترین حالت ممکن برگزار شد <تصفح> بعد یاد افتاد که خب مثلا این هم که ما از رو که نمیخونیم باید همینجور عادی باش گفتم خب بذار عادی بگیم بعد عادی تمرین میکنن خوبن دوباره زبطو که میزنن یا زبون نمیشن خوش میشه زبون مادری هم نیست دیگه داستان <تصفح> خیلی سخت بود یعنی پنج دقیقه که اون گفت من یک روز کامل روی اسایدا و ضبطش بودم خاله دوست دارم مثلا کیفیت کار بقیه نشون میدن مال بقیه آره قرار همه رو بریزن توی یه ویدیو مثلا 20 نیم ساعته میشه یه همچین چیزی دوست دارم مال اونا رو ببینم ببینم, ببینم. ببینم آره شما به هر حال 380 اپیزود شما جلو دوربین بدین قربان فارسیه این اصلا موضوع فرق داره اونجا حالا میری صحبت میکنی اگه فارسی میخواستی ارائه بدی فرق کرد برات نمیدونم من واقعا نمیدونم یا که تکنیکاله متفاوته همین من نمیدونم آخه تکنیکال واقعا نمیشه دیگه فارسی چیز کرد چون همه یه لغت ها خارجیه بهل شما فارسی میارم با فائل دیگه <تصفح> خیلی حال یه قید فارسی هم میذارم ولی سخت دیگه داره. من یاد یه مصاحبه کاری افتادم که از اینا بود که مرحله ای بود و مرحله اولش مصاحبه نمی کردی با یه آدم سوالا میمید رو تصویر و جواب آره توی زمانی داشتی که جواب بدی و تصویر و صدات اونم خیلی استرس داشتی آره بد بود آره. من آدم من... فکر نمی کنه ولی چیز میشه من هم برای یو که میخواستم اپلای کنم یه دونه ویدیو باید درست میکنم با الان که نگاه میکنم بهش میگه خاک سرت <تصفح> <تصفح> با اون ویدیو با سخته. آره یه دیگه هم من بگم یه کامنت دیدم که نوشته بودش که خودکست داره میشه بیهیند سینز کومان شما خیلی میاد نمیش صحبت میکنین من که میخواستم بگم اینه که واقعا کومان یه بخش خیلی بزرگی از زندگی منه یعنی این بیهیند سینز زندگی منه نه کومان واقعا بخش من از صبح که میام مثلا روزی 8-9 ساعت دارم اینجا کن. مثلا دیروز از ساعت 9 صبح تا دهانیم شب من اینجا بودم برای آره همین هم مثلا ما از کارمون میگیم ایمانم از کارش, کارش دیگه آره یعنی مجبورم که در مورد اون صحبت بکنم آره و به اون دید نگاه آره به اون دید نگاه که این زندگی منه دیگه کاریش نمیتونم بکنم دوست دارم که اتفاقای دیگه ای تو زندگی بیفته کارهای دیگه ای بکنم مشکل زندگی ها شده حس کنم اتفاق دیگه ای نمیفته آره آره ولی خب به هر حال من معذرت میخوام که خیلی بعضی داره تکرار میشه ولی دیگه این زندگی دیگه الان توی این بازه از زندگی من میگم با هر کی هم صحبت میکنم میگم اولویت اصلی اینه که کومون به استبیلیتی خوبی برسه. خب. برسه خیلی که بعدا کامنت من دارم میگیرم که لغات انگلیسی مون زیاد شده آره نه. من زیاد ناراحتش نیستم به منم گفتن من خودم به این نچه رسیدم که بعد. یعنی خودم بهش فکر کردم خیلی اون دفعه گفتم اتفاقا کارون هیچی نگفت جالبه که هیچی نگفت <تصال> نه <مشن> آره ما از یه کارش نمیشه ولی دیگه من تو طول روز که صحبت میکنم با اشخاص مختلف که صحبت میکنم اینطوری صحبت میکنم دیگه میدونی نمیتونم خودم رو توی شرایطی بذارم میفهمم ولی الان احساس میکنم دیگه زبان انگلیسی اونقدر اگه مثلا کورهی صحبت میکردیم شاید یه ذره کمتر گیرایی داشت میدونی ولی انگلیسی رو احساس میکنم الان آدمایی که تو ایرانه خیلی انگلیسی خوبی بازیشون صحبت میکنن. مثلا حالا من کردیت بدم شایان که داره با کومان کار میکنه انگلیسی که صحبت میکنه از من ده برابر بهتر اصلا پشمای من میرزه از انگلیسی که اون بنده صحبت میکنه خیلی انگلیسیش خوبه تو هم صحبت کردی باشه هم با. خیلی عجیبه برا من برای همین انگلیسیه دیگه نه بحث این نیستش که حالا انگلیسی بگی بقیه نمیفهم من خودم ناراحت میشم که چرا؟ اگه یه وقتی واقعا لغتش نیاد برا من چون من هفته پیش با خانواده که صحبت میکردم واقعا یه جاهایش لغت در نمیاد و این ناراحتم چرا ناراحت نار چون این معنی این اینه که <تصفح> نو چون معنیش اینه که فارسیم داره بعد میشه و این بده نه الزاما به من الان بیشترین زمان زندگی تو کانادا بودم خب تو آره خب نه همه هم یعنی تو هم داری دیتیریت میکنی دیگه تو هم یواش یواش داره این عوض میشه و 50 میشه دیگه اتفاق برام نمیافته دیتیریت کردن؟ نه که بیشتر عمرشو رو چیز بوده باشه تا پنج آها بیست و پنج اومدی؟ بیست چار اومدن حالا حالا یک کاریش کنیم براتون این شایانم پس خوبه بره ویدیو تو زبط کنه میگن زبانش خوبه ویدیو من نه دیگه این کل چیز این بود کسی که قراره را بده ما کلش دیده باشی به ای آی تو فقط لب بزن چرا میتونی بدی ولی نه تو این کنفرانس تو این دیگه اینجا هدف بود که تو رو ببینم عجیبه. عجیبه انتخابات چه چیزی گذشت <تصفيق> <تصفيق> من هنوز نتونستم حذ کنم من <applause> هنوز فرزادو چی رو نتونستی کنی <تصفيق> <چیش>؟ <تصفيق> من اذیتم چیش اذیتت مثل <applause> فیلم بود بگو ودی وای <applause> اون شبشو برات ولی بله اون شبش اون ش... <applause> شب یه آرامش <applause> نه این طوفان درونش درونش طوفانه. من معمولا بیرونم اتفاق من هنوز اذیتم و هنوز نتونستم مثلا بیا اینجا صحبت کن آره که چون ببین چند تا مشکل دارم یکی این که پل ها یعنی نظرسنجی نظر نظرسنج. نظرسنج های قبل انتخابات رو می... که میدیدیم نزدیک بود آره خیلی چیز بود اول که بعد مناظره اول که خب ترامپ بالاتر بود که اون حالا بر اساس بازدهی راندمانی که اینا توی اون مناظره داشتن منطق بود بعد بایدن که اومد کامالا اومد یه بایدن که رفت کامالا اومد این یه مقدار اومده بود بالاتر بعد دوباره ما تو اپیزود قبلی هم گفتیم من صحبت کردم یه مقدار مثلا خیلی نزدیک شده بود و اپیزود قبلی معلومه مثلا میگفتن ترامپ یک مقدار بالاتر ولی اعداد خیلی نزدیک بود دور و مثلا 47 48 بود ولی این بردی که ترامپ آورد با اختلاف بود و این نشون میده حالا یا نظرسنجی ها خیلی آفه آره نظرسنجی آفه الان بگو جمله دوم تا بگو یا دومش نه اینا اشتباه آمار میگیره بگم میگه بگی یه تقلبی در انتخابات شده تقلب نمیتونه با این اختلاف تقلب بشه انگ تقلبو این وریا نمیزنن انگ تقلب از جای دیگه میاد گفتم الان اینا چی شده نه تقلب که نیست اصلا کار آمارگیری اینا درسشو میخونن که یه آماری بگیرن که در واقع اون نزدیک جامعه آماری رو نمایندگی کنه این باست... نمایندگی نمیکرد خیلی کوچیک بود یعنی اون جامعه آماری به خوب... خیلی کوچیکه نسبت درسشو خوند حالا تحلیل زیاده آه. مثلا اه چه بودم اینا ایمیل میدن یا تکس مسیج میدن کسی که سندش بالاتره ممکنه اینا رو جواب نده آره اصلاً خیلی باید به نظر من تو خیلی باید برات اهمیت خیلی زیادی باشه که بخوای اگه به من اینجا یکی صد بار به من اینجا زنگ زدن که شما ما از چی چی تماس میگیریم یه اتوماتد مسج بود آره ببینیم همه رو قطع میکنم یعنی اصلا بدون استثنا همه رو قطع میکردم به خاطر اینکه وسط روز کاری بابا ولم کو من تو مثلا تو گردن تو خاکم حالا بیام به بگم میخوام یکی رای بدم آره, آره ولی اصلا من اینا... نمیدونم تو کی چقدر چیز وجود داره چقدر فراد وجود داره کلی شد... آره اصلا... تست آماری دارن که مطمئنشن این نتیجه که دارن میگیرن نزدیک به اصلا نزدیک نبود ام. نه من احساس میکنم بعضی موقع ما انتظارمون اینه که اینا این اینجور سیستم رو درست عمل کنه ولی واقعا دوره های پیش نزدیک بوده یعنی مثلا دوره پیش اه که دقیق نمیدونم ولی اگه شما اون دوره که ترامپ بود اون موقع هم فاصله داشته یعنی دو سه درصد نظر آف بودن ام. حتی من یه کتابی هم داشتم میخونم میگفت همون موقعی که قبل دوره اول ترامپ 2016 توی انتخابات درون حزبی این آدم تنها کسی بوده که اولش گفته ترامپ رئیس جمهور میشه و همه خیلی تعجب کرده بودن اون داشت مثلا یه سری دیتا اینا رو نشون میداد صحبت میکرد ولی اگه اشتباه نکنم خروج اون موقع هم دو سه درصد همچنان فاصله داشت با واقعیت من چیزی بگم من اینجا نشستم دارم حالا مثلا کوت ان کوت <applause> تو گیومه هر چیزی طرف داری میکنم من اصلا هیچ اطلاعات سیاسی ندارم و یعنی من اصلا اتفاقا اون روز بچه پرسیدم واقعا نمیدونم بعد منتظر چی باشم نمیدونم که دوران ترامپ چه اتفاقی میفته چه, می چه اتفاقی برای ایران میفته چه اتفاقی برای خانواده میفته میدونی اصلا یه چیز یه تونه نه چون یه کنه یه بوتیه بوتیه دربسته دربسته در بسته است یه قوطیه در بسته است که واقعا میاد. پر از کیف اصیل ایران <تصفح> آره واقعا نمیدونم نمیدونم واقعا چی در انتظارمونه یعنی این رو اینطوری برداشت نکنید که آره من اینجا نشستم و به فکر مردم در ایران نیستم و طبعاتی که ممکنه در واقع نه اتفاقا اصلا حالا بحث یه سری از ایرانی ها اینه که ترامپ اگه باشه اتفاقا برای ایران بهتره اگه کسی انگ بزنه مثلا به من میزنن میگن تو مثلا چرا طرف دموکرات که اونا مثلا فاند میدن به ایران ام. ام. بحث این داستان آخه ای داره آ... تو میدونی ب... از, چه چج... از, چج... از چج... این شج... از, از, ای... از این جهت هم بهش نگاه کنی اگه یاد باشه مثلا چه دارو و هزار تا چیز دیگه هم نرفت ایران دیگه اون موقع یعنی آدم معیشت انسان عادی هم خیلی در خطر بود و اذیت شدن و, و اتفاقات بدی اگه. افتاد حالا ما الان ضد خودمون صحبت میکنیم نه نه من دارم میگم یعنی این اینی که ما نشستیم اینجا ما هیچ کدوم دانش سیاسی نداریم حالا نمیدونم شاید شما من آه، ندارم حداقل آدم سیاست مداری نیستم سیاست هم دوست ندارم یه سری چیزها رو تو آنلاین و توی مجازی و جایی مختلف میبینم و میخونم نسبت بهش یه درک خیلی پیش پا افتاده ای دارم ولی شاید مثل خیلی از کسای دیگه باید منتظر باشم ببینم چه اتفاق میفته و به واسطه ایم که تیریبون دارم این نظر شخصی ماست این هیچ وقت, ن... هیچ وقت این در واقع نظر پروفشنالی نبوده که من بخوام پا بهش پافشاری بکنم ممکن نظر اون عوض بشه همونطوری که ما کلی یعنی مقدار دیسی که فکر کنم ما ترامپ کردیم فکر نمی‌کنم پادکست فارسی دیگه بوده باشه این قویه اینطوری که رسالت هممون هممون یعنی هم مطمئنا این اتفاق میفته دیگه و واقعا حالا من اینم بگم اون شبی که ترامپ انتخاب شد نمیدونم کیا بیدار بودن که سخنرانی شد من بودم من لایو دیدی خانواده اومدن اصغر اکبر هم عجیب نه اون حرفی که در مورد ایلان ماسک زده دیدی دی چه حرفی زده؟ گفت like a baby داشته در مورد اون موشکی که در اون چیزی که اومد اه... صد بار اینو گفته آره اومد اینو اینو لند کرد گفت بعد گفت شب زنگ زدم به ایلان ایلان هم بهش میگه ایلان گفتش که was this you؟ بعد گفتش که آره من بودم گفت خیلی قشنگ بود این موشک اومد پایین و این دستای این استیشنه اینو مثل بچه ای که شب داری بغل میکنی بغل کرد خیلی جذاب <تصفح> که بابا کن تو تازه بردی تی رو به من جایی زد که دینا وایت اومد از ایدن راست که مثلا یه استریمره تشکر کرد <تصفح> اینجا میدم که یا امام حسین اصلا دیگه مگه میشه مگه داریم انقدر چیز متفاو اینقدر چیز, متفاق اینقدر چیز غیر متعارف دی. که اتفاق بیافته من خیلی شب از فکر کنم ش شیش, شیش و نیم خودمون تا ده و نیم ده و چل و فقط CNN میدیدم که این داروه زوم میکرد زوم و اینا بعد اونجایی که معلوم شد امید داشت شد. سی, سی ان دموقر. و امید داشتن چون که ببین اولش ببین ما هفته قبلم که صحبت کردی من بر اساس حالا اون پادکست ان پی که گوش داده بودم میدونستم ایالت پنسیلوانیا خیلی مهمه آره. آخر من... اعلام شد همین داره. نه میخوام تو طولش اینا امید داشتن حالا بذار بگم یعنی میدونستیم که اون پنسیلوانیا رو اگه دموکرات بگیرن به احتمال بالا میتونن یعنی یه سه تا ایالت بود از اونها یکیشو میگرفت اون بود و نتایج که داشت می تا نیم ساعت 45 دقیقه اول اینا توی پنسیلوانیا بالا بودن ام. من شیش و نیم که شروع کردم نگاه کردم دیدم پنسیلوانیا بالا و خیلی امیدوار بودن نورت کارولاینا هم حتی بالا بود ولی اونو میدونستم که قطعا میرسم برمیگرده ریپابلیکن ها آره ولی این بالا بود و من امیدوار بودم بعد رفت جلو رفت جلو رفت جلو, رف جلو یه جایی رسید من دیدم دیگه امکان نداره بعد اصلا خودش اصلا خاموش کرد برای همین صحبت های چیز های اینا رو ندیدم <تصحبت> خی... ببین نه... من این <تصحبت> که هم بودا دو چند آره با... منتظر شد یعنی منتظر شد نمی اومد روی استیج فکر یه ساعتی هم دیر اومد آره منتظر آره. شد, شد. پنسیلوانیا رو اعلام کنم بعدش دیگه اومد آره. دیگه سری پیش, پیش هم کرد اون میلین بلاتا رو طول کشید توی جورجیا بهش و این تو جورجیا بالا بود بعد اون رایی که تو میل اومده بود که اومد جورجیا فلیپ کرد و داستان تقلبی که میگفت از اونجا می سه تا استیت فلیپ شد الان که همه رو گیره. یه بلو وال دارن اونا رو گرفت و پایین رو همه رو گرفت و نقشه نقشه الان سرخیه جالب بود خلاصه ام... نمیدونم مثل فیلم امیدوارم مثل که فیلم. برای همه مردم خوب پیش بیاد نمیدونم واقعا واقعا نمیدونم با من منتظر چی بود من آه آه خیلی نگرانی نه اذیت هم دیگه چون هنوز اذیت هم میکنه اه... چه حالا یه, یه سری اون این, این آدم باشن ولی برای من عجیبه که کسی با این طرز برخورد بشه رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا اه... چون حالا نه به گفته من به گفته همه بیشتر شومنه تا سیاست مدار شومن خیلی خوبیه ام. ریالیتی شو داشته نمیدونم کارخونه ود... ودکا تولید میکرده خودش ودکاش رو تبلیغ میکردم کازینو داشته وقت ساز بوده آره یعنی خیلی شما یعنی هیچکی به اندازه این با دورمین راحت نیست شاید مثلا اون گذشته بازیگری که رئیس جمهور شد ریگان اگه اشتباه نکنم اونا شاید راحت بودن به اندازه ای. ولی خیلی با دورمین راحت ولی من دوست دارم یعنی زمام امور توی کشوری به این قدرتمندی دست سیاست مدار باشه تا این برام جالبی که شما هنوز به لفظ سیاست مدار اعتماد میکنید یعنی کسی اسم خوش سیاستمدار سیاست مدار حتی من آره من, من داشتم با خودم فکر کردم چی شد که اعتمادی, اعتمادی بهش دقیقا در ادامه صحبت ایمان داشتم فکر کردم که چی شد که با این اختلاف مثلا ترامپ رای آورد و برد بعد خب همش ما سیاستمدار دیدیم دیگه همه سیاستمدارا اومدن خوب خوشگل حالا صحبت کردن پرزنت کردن حتی اگه مثلا به ذره مردم بوده یه جوری با کلمات مناسب آره جوری مردم دادن و اینا بعد این حالا از اون طرف از اون وره پشت بوم افتاده انقدر مثلا دم دستی و کوچه بازاری اینا یعنی صحبت میکنه یا حتی سری الفاظ ناشایستی اینا استفاده میکنه مردم حس منه یعنی حس خودمه میگم اوکی من همیشه سیاست مداره و شیک و پیکا و اونایی که خیلی خوشک صحبت میکنن دیدم این بوده حالا شاید این بیاد اینکه یه آسلایره یه داده خیلی پرته شاید واقعا مثلا یه خروجی با حال بده مناسبه بده این مثلا یه برداشت خیلی سطحی بود که من داشتم چون عدده خیلی خیلی, خیلی چیز بود زیاد. خیلی فاصله زیاد بود آه. جالب بود نمیدونم یه چیزی هم من شنیدم توی اون شب انتخابات آقای پاتریک فامیلش چه پاتریک او ایرانی دیوید دیوید آره. اون اونم لایو داشت یه جایی گرفته بود آره بعد خب مشخص بود هم خودش هم بقیه طرفدار کی طرفدار ترامپ بودن و اینا بعد یه جای آتصلا. برنامه که آره آره همونه آره, آره قبل جمهوری که خیلی باست. خیلی سوات. آره بعد یه جای برنامه ترامپ یکی از حالا دوستای قدیمیشه من اون شخصم میشناختم فکر کنم جیمز اسمش پادکست یا شو یانگ تورکسو داره تورکس. آره بعد اون خب کاملا دموکرات در این حد هم دموکراتی که اصلا رفته بود توی پرایمری و میخوا... با خود هریس مثلا رقابت میخواست بکنه آره خیلی جدی دموکراته آره آره بعد اینو آورد خب مثلا خیلی باحال بود که توی جمعی که همه ریپابلیکنن اینو آورد و مثلا باش صحبت کرد و یه زنم تنشن داشت آخرش یه حرف باحالی زد گفت انتخابات حالا برگزار شده تقلب و اینام نبوده این چیز گفت. یه فوش هم داد به ترامپ ولی گفت یه نکته ای که باحال بود گفت که در واقع بنده اون اشخاص نشید که حالا رئیس جمهور میشن یا رئیس اون حزبن ازشون بخواید که کار براتون میکنن گفت حالا ترامپ شده شما فنشید چشتون رو نبندید که گفت اینو خواهش میگه بعد من دیدم هم همه حرف زد کامالا فرداش من چیزی که حالا دوست دارم ببینم یعنی میشنوم دیگه چی میخوای از ترامپ بگو تو دوربین تو نگاه کن و بگو چی یکی از قولایی که دادن حالا من میگم چون پادکست اکثرا گوش میدن دیگه از آمریکا اینه که تو جامعه آمریکا الان یه دو دستگی عجیبی بوده به خصوص این 5 6 7 8 سال اخیر نبود دیگه الان دیدیم چون انتخابات خیلی یک بار جمع کردن نه بین این دوتا تا حزب بعد اینا ترامپ و اینا میگن که این دو دستگی اون سمت مقابل درست کرده و هی آتیششو چیز کرده و ما میخوایم اینو درست بکنیم من به نظرم این اگه بشه این یه کار چرا با دو دسته مشکل داره اینکه با حال که آدم نه ببین مثلا در اون حدی که روابط مثلا آدما رو بخواد تحت قرار بده اینجوری که من فهمیدم از جامعه آمریکا الان اونجوریه شخصیش نکنید آره کلا او هنر خودش دیگه. آره یه اسکیله آره خیلی آره من که هستم دارم صحبت این یه تعداد زیادی هم سلبریتی و اینا گفته بودن که اگه یه ویدیو من از اندرو آره گفت گفته آره. بودن اگه ترامپ بشه آره. ما از آمریکا میریم بلده. گفته بود من دوست دارم درخواست بدم هرچند که اونا رفتن شما بری اگه بزن تو هم بری بعد من برم پیشونه دیگه رابر دنیرو نمیدونم همه هم... رو برد همه دارن میرن دیگه ما هم بریم امینه هم رفت امینه کانادا آره بیان کانادا نمیان بیا کانادا. بریم ویسلر وای اینو بگم چه جوری بریم کانادا زیاد شده آره بعد آقا دنیرو بیاد مثلا کنار خونه من مثلا آقا صبح من امینه من بیاد صبحش بلند شدم مثلا ساعت بود به همچه داشتم آماده می شدم اولا یه چیزی میذاشت میذارم تو خونه پخش بشه یه صدایی پخش بشه بله. که تنها نباشه <خبار> <مزه> یه <تص> اخبار همین مال کانادا بود که داشت میگفتش که آره خیلی بده که ترامپ در واقع رئیس جمهور شده و این گفته که میخواد 11 میلیون مهاجر غیرقانونی رو از اون کشور بیرون بکنه و این خیلی برای ما بده چون که اینا به صورت قانونی و غیر قانونی ممکنه بیان کانادا اصلا میگم آقا یکی دیگه داره کشش میکنه بیرون شما مرزتون رو درست بکنید که اینا به صورت غیر قانونی نیان تو کانادا چرا یه به داره. سلاحه سلاحه یکی سلاحه دیگه رئیس جمهور شده حالا شما, شما مرز خل... داریم ما ولی شور ببار لنگلی بری طولانی تری بر. مرز خیلی محافظت لنگلی نشده ولی این خیلی حرف غیر منطقیه که به خاطر یعنی بشینی آرزو کنی که یکی دیگه رئیس جمهور بشه که اینا نیان تو مملکت آره این که حرف آقا تو مرز خودتو, خودتو خودت ببن خودت کارتو تو درست انجام هم داری فکر کنم اصلاح زشتی باشه بگو آلا میگم چی بیان پا مرگتو ببن خروس هم سر رو چیز نکن دوز نکن دوز نکن درست نشیدم ولی منطقی میتونه آره <تصفيق> <اه> <تصفيق> <تصفيق> نه تاله اینو نه, نه میگن چیزی مال خودتو بپا همسیار رو خورز. دوز نکن آها حالا هر چیزی دیگه ولی حواستون به خودم بود. آره گفتم که بابا حالا دیگه بردر خودتون و مرز خودتون دیگه خودتون حواستون باشه دیگه حالا چه میدونم یکی دیگه سیاست کانادا نشیم آره سیاست این خراب شده نشیم که بهتون میگم چیه داستان من معذرت میخوام چرا ازت ر... چرا ازت یعنی بفرمایید چون صحبت کنی آها چرا اینا من میخواستم بگم من چندین بار ما در مورد پوچ زیاد صحبت کردیم آره. توی برنامه‌مون و معمولا همه اکثر جاهایی که در مورد پوچ صحبت میشه اینو پوچ آقای مدیری میدونن آره. ولی آقای مدیری اونجا مجری بودن و در واقع کارگردان و طراح اصلی این بازی و آقای نیک یوسفی بوده اسمشون پخش نشده به خاطر خب خیلی اقا... به قول خودش میگفت من کنشگر گفت من تای تایش کنشگر مدنی باشم خیلی کنشگر اجتماعی اجتماعی باشم مثالی هم که کز... و خب میدونی که برای چی یه مدت برای چی میدونی که اسمشون پخش نمیشه و یه در دوران محسامینی یه سری ویدیویی ای از ایشون منتشر شد که اعتراضی بود شاید نمیدونم واقعا لفظش چه رو بگم دوست داشتم که خودش خودش اجتماعی آره. دیگه و خب خیلی مورد چی میگن مورد استقبال عموم استقبال عموم قرار گرفت ولی خب از اون ورم دولت بر نتابید و خب خیلی به ایشون خورده گرفت و داستان شد براشون فکرم زندان هم رفتن آره. و من خواستم که این رو اصلاح بکنم ما باید از آقای نیکی یوسفی در واقع اسمی آوردیم وقتی که در مورد گلیا پوچ صحبت کردیم ولی خب اسمشون هم اومد آره اسمشون هم اومد ولی خب متاسفانه در ایران هستن اگر که هر موقع تشریف اره تریبون هست که آره این یه قسمت با احسان منصوری داشت احسان منصوری من بهش میگم منصور سلامان احسان, احسان, احسان خب آره خب که احسان منصوری همون کسی که صدای گلیاپوچ بود آره. قوانین رو توضیح میداد آره اونو من دیدم آقای احسان منصوری چقدر چیز جالبی بود گفتگوی جالبی بود به نظر آم. من خیلی خوش ساخت بود خیلی بحث رو همون پیش می و چقدر من حالا نیکی یوسفی من تا حالا صحبت رو نیده بودم همون درات ویدیو بود ولی به نظر من خیلی آدم باهوش و کار درستیم از مدلی که حرف میزد حالا من فقط همین پنجاه دقیقه رو ازش دیدم نمیدونم چه جوریه به نظر من خیلی دید خوبی داشت و میتونه آدم کار درستی باشه یه حرکت خیلی جالبی هم که زده بود این کارش هم همون کنشگر اجتماعی بودنشه با شلوارک نشسته بود توی وقت آره. خیلی حالی کردم با این حرکتش آره دیدم اصلا مدل هر خیلی جذاب بود برای من ببینیم من کاری که برنامه کردن برای گل یا اینا توی این برنامه گفتی اسمش نبوده اصلا نه, نه. نه اسمش رو از اجازه, اجازه هیچ جا اسمش نیست رو برنامه. سه نفر رو اجازه ندادن در واقع دو نفر رو اجازه ندادن ایشون یکی دیگه و میدونم تایید کننده هم گفتش که اگه اسم شما نیست اسم منم من آره، نذری اگه اول تو تیترش هم نگاه کنی اسم هر کسی که میاد با یه دست گل بعد اسم نوشته شده سه تا خالی میاد اولش آها که اسم این سه نفر بعد حالا این توضیح که میداد میفهمید اینا مشخص نه من راستش بخاطر نه یعنی میگم بعد از این داستان دیگه دیگه برام مشخص نبود نه میگم از این داستان داستاناست که دیگه همه میدونن متوجه میشن یعنی اون تلاشای دوستان خیلی مطمئن است وقتی که از موفق ترین برنامه های تلویزیونی کارگردنی کرده باشی توی چند وقت گذشته همه کاراشون چیز دیگه ولی صحبت شخص. که میکرد میفهمید چرا این برنامه اینقدر موفق بود واقعا کار کردن آره خودی رندوم نشست حالا پوچ بازی کنی. از جوکر مثلا کپی پیست برنامه خارجی با یه سری شوخیای زایه ام. بعد مثلا هر بار که نگاه میکردم من اینجورم که اگه به شما ایده ها رو توضیح بدن میگی جوکر قطعا برنامه که خیلی بیننده داره و خیلی جذابه چون دستش بازه در صورتی که خروجی کار اینجوریه که مثلا کریاپوش خیلی جذابه اتفاقا دستش باز نیست دیگه نی نی یعنی یعنی اونم خیلی از نمیتونه داشته باشه, باشه ولی یعنی تو همه چی داری تو جوکر برای اینکه جذابش چیزی که منو اذیت میکنه تو جوکایی که نمیتونی داشته باشی او نمیری اون جوکایی که نباید داشته باشی و انجام میدی یعنی تعریف هیچ, هیچ که نباید این رو من خیلی ناراحتم خیلی ناراحت میکنه منو موقعی که یک برنامه تلویزیونی حالا حال تلویزیونی نه یه برنامه پر مخاطب اینطوری با این سطح از در واقع که داره دو نفر آدمی که خیلی ناراحت میشم خیلی آره. ناراحت میشم ولی دم نیک یوسفی گرم دمت گرم بیشتر برنامه بسازه آره اگ... گفتش که فیلم سینمایی دارم کلی اه... زای مختلف است آره دمت گرم بریم عشق من چند وقت پیش اگه یادتون باشه شروع کردن آیسان اسلامی رو کنسل کردن یادتونه بله, بله. که جزئیاتش در این حد بود که یه ویدیویی در واقع یه خانم ایرانی که تو دبی بود بله. داده بود بعد این آیسان اسلامی تو اومده بود به اون جواب بده و خیلی الفاظ اشتباهی رو به کار برده بود و بعد جوری شروع شده بود که ملت اینو کنسلش میکردن بله اه، بعد اه، حالا حرف رکیک زده بود و اینا فر... بعدش هم اومد مثلا به غلط کردن افتاد ولی خیلی معذرت خواهی کرد آره شروع, کرده بودن به کنسل کردن توی همون مثلا مطالبی که توی توییتر منتشر میشد من یه مطلبی دیدم با این مضمون رویا فروشی اه که چی که داش میگفتش که میگو اساسا این مدل افراد میان یه سبک زندگی خاصی رو به تصویر میکشن که مثلا خیلی پول دارن همش ورزش میکنن تفریح میکنن مثلا هر روز با یه دختره به هیچکی تعهد نداره ماشین خیلی سطح بالا داره هم لباس خیلی سطح بالا داره حالا آیسان مدل ایرانیش مدل خارجیش رو همه دیدیم میگه دن مثلا نمونه بارز مدل خارجیشه بله و این داشت میگفتش که زندگی این مدل افراد شاید رویای زندگی خیلی از مردها باشه حالا مدل خانوماش هم قطعا هست حالا ما داریم راجع این مورد صحبت میکنیم خب. و از یه مفهومی شروع کرد صحبت کردن به همین اسم رویا فروشی مثلا آیسان رو نگاه کنید ده و هشت میلیون فالوور داره توی اینستاگرام من همین الان جان لوجی بوفون رو چک کردم در بازبان اسطوره ایتالیا مثلا یازده و یه ذره بود فاصله این دوتا با هم خیلی کمه و خب یه دلیلی داره از لحاظ روانشناسی که انقدر این مدل داستان ها طرفدار پیدا میکنه یه پرانتز هم این وسط کنم. یه،, یه،, چیز دیگه هم داشتم میدیدم داشت میگفتش که مقایسه میکرد در واقع مغز مردها رو چی میتونه خراب کنه مغز خانم ها رو توی دنیای مدرن چی خراب میکنه مغز مردها رو چی خراب میکنه توی دنیای مدرن پرن خراب میکنه به خاطر اینکه دوپامین وحشتناک میده و این باعث میشه که همیشه توقعات خیلی غیر واقعی توی مردها ایجاد شده باشه مغز خانم‌ها رو داشت میگفت چی خراب میکنه میگفت سوشال مدیا مثلا توجه حجم توجهی که توی سوشال مدیا میگیرن خیلی بیش از اندازه ممکنه باشه تعدادش زیاد باشه و این دوباره با دنیای بیرون سازگاری نداره توجه هم خیلی لازمه دیگه شما میگن یکی میخوای بکشی توجه خیلی ازش تدریجی آره بهش بی توجهی کن حالا آره یه پرانتز این وسط بگم که توی مدیا هر کدومش روی ذهن مرد زن چه تاثیری داره و چه جوری میتونه در واقع خراب کنه سبک زندگی رو ولی حالا یکم دقیق به این حرف, حرف و مفهوم رویا فروشی یعنی یه چیزی رو که لزوما خودت بهش دسترسی نداری ولی یکی دیگه برای تو به تصویر میکشه یه ذره دقیق که به این مفهوم نگاه کنی متوجه میشونی که همه ماها ممکنه با این مفهوم رویا فروشی رشد کرده باشیم در واقع اساس تمام دین ها و کالت ها همین مفهوم رویا فروشیه Uh, یعنی چی یعنی در واقع میان یه رویایی که در حال حاضر در دسترس ما نیست ولی ذهن ما به شدت خریدارشه و ذهن ما حاضر خیلی از چیزایی که در لحظه در دسترس شب فدا بکنه برای رسیدن به اون رویایی که تعریفش رو شنیده <applause> و این خیلی پر کارورد بوده تو طول تاریخ تمام ادیان خیلی از کالتا من مثلا کاری با واقعی بودن یا نبودنش ندارم اینکه آدم ها چه اعتقادی دارم ندارم با اینکه این کار کردیه که روی مغز جواب میده شما یه مفهومی رو به صورت انتظاعی تعریف کنی بدون اینکه مثال عملی به اون آدم داده باشی اون آدم ها باور پیدا میکنن و دنبال این مفهومه ممکنه برن مغز ظاهرا طراحی شده برای اینکه در واقع همچین مسائل رو دنبال کنه طرف یه زن نگاه کردم که دیدم آقای یال نوحراری دقیقا راجعه این مفهوم صحبت میکنه میگه که ما هوموسیپیان ها دنیا رو به تسخیر در آوردیم چون که میتونیم داستان تعریف کنیم که الهام بخش باشه اینسپایر کنه بقیه رو و این باعث میشه که آدم ها بتونن توی گروه های خیلی بزرگ با هم دیگه کار کنن کوپریت کنن <applause> میگه این ویژگی منحصر به فرد ما پیان است قبلا هم حالا تو اپیزود قبلی گفته بودیم دیگه بزرگترین دسته از حیوانا که میتونن با هم کار کنن یه گونه از میمون بود که چند ده نفرن بیشتر از اون دیگه نمیتونن همیشه اختلاف ایجاد میشه جنگ و دعوا ایجاد میشه ولی دقیقا همین ویژگی قصه گویی ما به دید آقای یوال این قدرت ماورایی سوپر پاور حالا لفظ انگلیسیش قدرت ماورایی ما پیان هست که میتونیم نه تنها از تجربیات خودمون و مشاهدات خودمون صحبت کنیم که مفاهیم غیر واقعی رو هم به وجود بیاریم و باعث بشیم که این بقیه رو تحت تاثیر قرار بده و اونها با ما دمب... در واقع دنبال ما بیان با ما همراه بشن به واسطه این مفهومی که ما به صورت انتظاعی براشون تعریف کردیم و حالا دوباره یه پرانتز کوچیک بریم نگاه کنیم مثلا از ما برای ما از بچگی تعریف شده یه سری نهر جایی هست که توش اصل جاری میشه امه. بعد شما برید از چت جی بپرسید که چه حالتی باید ایجاد شه که اصل جاری بشه دو حالته یا باید خیلی داغ باشه اون محیط را. چون حالا فارسی فرانسوی ویسکوزیته اصل بالاه یا اینکه خیلی باید رقیق شده باشه که تو هر دو حالت دیگه مطلوب نیستش ولی خب این یه شیر و اصل نبود؟ نه اصل. نه خود اصل, خالصه خالص و اصل اصلا جاری نمیشه دیگه من شلیت. که دماش خیلی داغ تو اسفان شیر و اصل هم میگفتن به شیر اصل و خب این دوباره مفهوم رویا فروشی دی. یه چیز غیر واقعی به تصویر کشیده میشه و مغز این قابلیت رو ظاهرا داره که دنبال اون مفهوم بدوه اه. و تمام چیزهایی که الان در لحظه داره رو حاضر فدا بکنه برای اون مفهومی که در دسترسش نیست ولی به قشنگی براش توصیف شده اه. و حالا در واقع ما تنها موجوداتی هستیم حداقل تا جایی که میدونیم که قدرت تکلم داریم و از این قدرت تکلم در راستای همین مفهوم که گفتم نه فقط برای توصیف چیزی که دیدیم و تجربه کردیم که برای به وجود آوردن واقعیاتی که وجود خارجی لزوما ندارن استفاده میکنیم و این مفاهیم رو به وجود میاریم و حالا همون کوپریشن همکاری به وجود میاد تو گروه های خیلی بزرگ آدم ها دنبال ما میان هممون به یک چیزی باور پیدا میکنیم انتخابات آمریکا مثلا یکی این برای یکی اون وره. به یه مفهوم یکسان باور پیدا میکنی و همه دنبال اون مفهوم میرن و تمام اینا به خاطر همون قصه قدرت قصه گویی هوموسای پیاناس به دید آقای <applause> آرایی و میگه که قدم اول هر لیدر و رهبر اینه که یه روایتی رو تعریف کنه که بقیه رو با خودش همراه کنه و اگه همچین روایتی نداش... وجود نداشته باشه میگه شما بهترین ایده دنیا رو هم داشته باشید اگه روایتی نتونی تعریف کنی که بقیه با تو همراه بشن کار تو از پیش نمیره خب نمونه حالا دا... دوباره تو سیاست برگردیم نمونه داخلیش اون که حالا روحانی میخواست انتخاب بشه دور اول اومد یه رنگ بنفش بود با یه کلید که این کلید در واقع اون روایت بود دیگه آم. این کلید حل مشکلات شماست قفل های ایران رو من با این کلید باز میکنم یا حالا مثلا ترامپ همین الان با اختلاف برنده شده اون شعار آمریکا رو دوباره حالا لسمیک امریکا great again <مستقل> <مستقل> Once اگین آره حالا وانس بله. آره آره آره. الان که once again. چون یه چرا مگه نیست آره ولی الان شعار جدیدش حالا حالا به این تفسیر در واقع میگه خاصیت رهبر و لیدر اینه که یه روایتی رو ایجاد کنه این روایت بتونه انسان خیلی زیادی رو با خودش همراه کنه و اون کار انجام بشه <applause> که اگه شما بهترین ایده رو داشته باشید نتونی دو نفر رو با خودت همراه کنی اون ایده به هیچ جایی نمیرسه و از اونجایی که به نظر میاد این حالا دوباره این این بخش رو من راجع به خودم زندگی شخصی خودم این... از اونجایی که به نظر میاد این قصه گویی ویژگی که مغز خیلی بهش جواب میده خیلی کاربرد داره روی مغز خیلی مهمه که اون قصه ای هم که ما از زندگی خودمون برای خودمون تعریف میکنیم معنا بده حالا معنا بده انگلیسی میگم اکسنس کنه معنا بده برای خودمون یه یعنی چی میگم یعنی مغز میتونه خیلی راحت توی این باتلاقی بیفته که شروع کنه به گذشته نگاه کردن توی زندگی شخصی خودمون مثلا سیاست و همین مسائل بذارید کنار خیلی راحت میتونه توی این باتلاق بیفته که به زندگی گذشته خودمون نگاه کنیم شروع کنیم خودمون رو در واقع شماتت کردن از خودمون ایراد بگیم که چرا فلانجا این کار کردم چرا فلانجا این کار کردم و اصلا مغز اینجوری کار میکنه حالا اپیزود آینده خیلی دوست دارم راجبش بیشتر صحبت کنیم شما یه مسیر فکری رو اگه رفته باشی سالهای سال اونو انجام بدی اون مسیر فکری قبلا گفتیم پیوند بین نورونهاش قوی میشه و به صورت خودکار بدون خیلی انرژی شما اون مسیر فکری رو دوباره انجام میدید حالا اگه توی زندگیمون ما مدام مثلا بیایم به گذشته نگاه کنیم حالا ما الان یه ذره رفته بالا بیشتر این اتفاق میفته دیگه واقعا مثلا سی و دو شد من اینجا خیلی بیشتر نگاه میکنم تا وقتی که امه. بیست و سه چار بود و اگه این مسیری که ما تو مغزمون طی کردیم مدام این بوده که خودمون رو در واقع کردیم ایراد گرفتیم از خودمون این مسیر توی ذهن ما میتونه خیلی قوی شده باشه امه. و یه موضوعی اگه قرار باشه در آینده پیش بیاد فرض کن ما میخوایم یه تصمیم بگیریم یه کار جدید انجام بدیم مسیر قویه چیه مسیر شماتت هستیه دوباره به خودت میگی که اینجا هم ممکنه این کار انجام بدی اشتباه بکنی و این مورد داشته باشه من میگم به خاطر این ویژگی روایتگری که حالا مغز ما هموسیپیانه خیلی بهش جواب میده مهمه که برای اشتباهاتی که توی گذشته انجام دادیم به جای اینکه بیایم خودمون رو ملامت کنیم مثلا فرض کنید آقا چون درست درس نخوندیم نم توی رابطه ای اشتباه برخورد کردیم توی کار اشتباه برخورد کردیم به جای اون ملامت کردنه ما میتونیم یه داستان معنادار ایجاد کنیم که مثلا من درست درس نخوندم شاید مثلا چون منو با فلان کس توی دور و بر مقایسه میکردن و من از این مفهوم خوشم نمیومد توی رابطه مثلا من درست عمل نکردم شاید به خاطر اینکه مثلا از سن کم تصویر مناسبی از رابطه نداشتم توی بزرگسالی هم نمیتونستم اون تصویر رو از صفر خلق کنم توی کار مثلا درست برخورد نکردم شاید چون یه صدایی همیشه توی ذهن من بوده که نه مثلا تو لایق نیستی برای توی کار درست اینو میخوام بگم که اون قصه ای که حالا بقیه ممکنه برای ما بگن و ما رو با خودشون همراه کنن عینا اون قصه رو از درون خودمون برای خودمون هم میتونیم بگیم که نگاهمون رو در واقع به گذشته خودمون و به آینده خودمون تغییر بدیم <applause> که لزوما نگاه سرزنشگر نباشه یه قصه ای مثل همون لیدری که بقیه رو باید با خودش همراه کنه ما هم باید بتونیم برای خودمون تعریف کنیم که درون خودمون و اون ویژگی های عمیق درونی خودمون رو با خودمون همراه کنیم به جای اینکه به هدر بره به خاطر مسائل دیگه این یه اون پرانتزه بود حالا بعد توی تاریخ هم که نگاه کنیم این این داستان ها در دا خیلی مهم بودن این داستان هایی که اون رهبرها لیدرها برای مردم خودشون تعریف میکردن و با خودشون دوباره یه سری مفاهیم غیر واقعی دیگه غیر واقعی از این منظر که مثلا چون مثلا زمین واقعی جاذبه واقعی ولی چیزی به اسم حالا غرور تعصب نمیدونم ارق ملی اینا وجود خارجی که نداره اینا بر اساس, بر اساس اون داستان ایجاد شده اصلا بحث خوب و بعدش اینجا مطرح نیست بر اساس اون داستان ایجاد شده و به مرور شده فرهنگ و فرهنگ هم نسل به نسل منتقل میشه و هممون این مفهومه رو دارین میگه حالا نه فقط ما آمریکاش هم میبینید داره راجع به یه چیزی به اسم آمریکا صحبت میکنه و بیا دوباره مثلا به شکوهش مثلا کمک کنیم و از این داستان ها توی تاریخ اینجوری بوده و میگفتن اصلا کلا معروف قبیله هایی که داستان درست حسابی دارند خود قبیله خیلی منسجمتر و قویتر بوده <applause> اینو توی فیلم و سریالی هم که میبینیم زیاد میبینیم دیگه گیم آف رو نگاه کنید یه جای اینا متوجه شدن دین لازم دارن باید بیان یه دین ایجاد کنن که اون مردم کنار هم متحد بمونن دوباره کجا میبینیم دون مثلا اینا خیلی قشنگ به تصویر کشیده که, که یه جای یه, فکری مف... فکر رو انداختن توی ذهن یه سریا و نصب به نصب منتقل شده و با اون فکر بزرگ شدن مثلا دنبال یه منجی میگردن این مفهوم لازمه برای اینکه گروه بزرگی رو شما کنار خودت داشته باشی و به نتیجه های مهمی برسی و این داستانه این روایت گریه این سوپر پاور حالا به قول آقای حراری این قدرت ماورایی مثل یه ابزار میتونه عمل کنه همینطور که میتونه مفید باشه میتونه مزر هم باشه و این حالا میگه که اگه مزره ما چرا نریم دنبالش نگردیم و عوضش نکنیم اون پرانتزی که باز کردم که ما به درون خودمون نگاه کنیم ببینیم چه قصه ای داریم برای خودمون تعریف میکنیم که زندگیمون معنا بده اونجاییه که میتونه برای ما موضوعی باشه و مطمئنم برای 99 درصدمون مضر اون داستانه حداقل یه صدای مضر تو ذهنمون هست میتونیم از این روایتگریه ما استفاده کنیم به مرور اون صدا رو بخوایم تغییرش بدیم و حالا من توی قسمت بعدی راجع به اون جاهایی که میتونه مزر باشه و ما حواسمون نیست و از بیرون روی مغز ما دستکاری بشه صحبت میکنم فقط اینجا میخواستم راجع این مفهوم رویا فروشی و اینکه در واقع از لحاظ تاریخی و اجتماعیش به نظر میاد ذهن ماها خیلی جواب میده به این مفهوم رویا فروشی و خیلی هم از این استفاده میکنن حالا اصلا کورس های مارکتینگ هست روی این موضوع که شما چه جوری در واقع باید بری این رویا فروشی رو انجام بدید حالا یه مث... رو که من میخوام یه مثالی هم از قبل دیده بودم به ذهنم می اومد 100 درصد مرتبط نیست یعنی مچ نیست با این موضوع ولی میگن اون زمانی که گلد راش اتفاق می مثلا فکر میکنن یه جایی طلا هست و اینا میگن اون کسی پولدار میشه که بیل میفروشه که حالا بری تو بیل بزنی طلا رو پیدا کنی م. نه اون کسی که خودش میره دنبال طلاه اینو ترجمهش به دنیای امروزی اینه که توی دنیای الان که توی حالا زمینه تکنولوژی هوش مصنوعی حالا جنراتیو ای آی خیلی بابه کی پولدار میشه انویدیا پولدار میشه که جی پی میزنه امه. انویدیا خودش نه ال مثلا در واقع ترین کرده نه این چیزا میده ولی الان به سخت س... افزارش سهام اون نگاه کنید یه طور عجیب و غریبی به یکی از بزرگترین شرکت‌ها حالا شاید همین الان با ارزش شرکت همش به طرز عجیب و غریبی توی مثلا دو سه سال گذشته رفت بالا چون این بیل داره میفروشه خودش نمیره دنبال طلا بگرده و حالا آره دیگه این میخواستم راجع مفهوم صحبت کنم که این مفهوم رویا فروشی وجود داره از ازل وجود داشته و خیلی هم ذهن ماها به این جواب میده بحث تاریخ اجتماعیش به کنار مغز آدم ها رو اومدن سنجیدن و امواج مغز رو دریافت کردن دیدن من برای شما اگه یه قصه ای تعریف کنم شما اگه شنونده خوبی باشی و واقعا همزاد پنداری کنی فرکانس امواج مغز من تو یکی میشه مم. و این خیلی عجیب غریبه مغزها رو اساسا میارن میذارن زیر دستگاه ام آر آی میبینن کدوم بخشای مغز توی کجای قصه مثلا داره تحریک میشه و اینها شبیه میشه برای راوی و کسی که میشنوه برای همینه که یه لیدر یهو میبینیم یه تاثیر عجیب غریبی میذاره نمونه های کالتش رو دیدیم برده همه رو مثلا خودکشی کردن همزمان چون این اون فکری که تو ذهنش بوده رو تونسته به ذهن بقیه منتقل کنه و اون باش همراه شدن خودکشی کردن به وضوح کار زاییه دیگه قبل بعدش قرار چی بشه ولی این تونسته اون همه آدم رو با خودش همراه کنه چون مغز ماها جواب میده به این موضوعات قصه گفتنه جواب میده و حالا هممون بریم تو خودمون نگاه کنیم هممون به خیلی از این موارد باور داریم زندگیمون اصلا ممکنه بر همین قصه هایی که از قبل گفتن برامون چیده باشیم ب... الان بحث خوب و بدیش اصلا نیست هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه امه. بحث اینه که همچین چیزی وجود داره و اه... خیلی هم کار میکنه حالا دیگه ما هم مثلا اون کسی که میگن هر کسی کدومان از اصل خیش باز جوی روزگار و اصل خیش ما امه. این خیلی وقت من اپیزود نهده بودم برگشتم با دوپامین اومده بودم برات قوی اومده یه سوال بپرسم این به آیستان اسلامی چی بود؟ <applause> رویا فروشی دیگه اون آدما رو میگن کسایی که رویا میفروشن چرا بف... گفتم دیگه اون سبک زندگی ممکنه مثلا آرزوی خیلی از آدما باشه و حالا بری ببینی مثلا یا لزوما واقعیت زندگی اون آدم نیست یا هر چیزی ولی اون آدم دنبال کننده های خیلی زیادی رو داره به واسطه اون رویایی که میفروشه واسطه چی می اون قصه اون سبک زندگی دیگه خب اون سبک زندگی ایست... واقعی خودش اگه باشه چی اشکالی نداره من اصلا نمیگم که بده نه خب میخوام بدونم که این مش... این آخه لفظ روی فروشی جوری... آره این احساس میگم یه لفظ چیزیه منفیه وقتی برای یکی به کار میبریم من میخوام بدونم که این واقعا اگر که احساس کنم حالا آیسن اسلامی الان یه کسی که خیلی دمه دسته خیلی هر کسی بخواد مثلا خیلی میتونن آدما بهش حجمه میبرن به خاطر اتفاقایی که افتاده و به خاطر اینکه خیلی هست همه هر روزه هست مثلا تمام زندگیشو داره میذاره به معرض دید من نمیدونم من احساس میکنم که شاید زیادم بد نم یعنی شاید اون مثال تو ذهن من مثال چیزی نیست من جای... من جایی نگفتم که بده ما رو با پیانبران مقایسه کردیم دیگه گفتیم کاری که اون میکنه کاری که پیامبرا میکردن به واسطه یا فروشیشون داشتیم راجع این صحبت میکردیم که این مفهوم وجود داره و مغز انسان خیلی به این مفهوم جواب ام. میده و حالا ده و هشت میلیون دنبال کننده میده عدد کمی نیست مشکلش چیه شای من شاید دارم نه نه باعت 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 نه خب آره چی چرا دیگه داریم که مشکل دیگه وقتی مثلا میگه که این ده و هشت میلیون عدد کمی نیست یعنی که یه مشکلی وجود داره که یعنی یه, یه... من حداقل من دارم نگاتیو برداشت میکنم این رو نه من در واقع پیامی که مد نظرمه اینه که اینو مثلا باید بری نگاه کنی که چه اتفاقی میفته که این آدم خیلی جذب خود ما هم خیلی وقت گوش شدیم نشستیم خندیدیم بهش خب باید بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته که این جذابه به نظر میاد دلیلش این ویژگی مغزه که مغز خیلی جواب میده به قصه شنیدن و قصه پردازی ام. و خب اون آدم قصه گویه و میتونه از اون ویژگی قصه بودنش هم رویا بفروشه به آدما و اون رویا هم اون سبک زندگی که توضیح دادم که ممکنه آرزوی خیلی ولی ها باشه آخه خب مثال های زیادی میبینیم تو سوشال مدیا ایرانی حداقل خیلی ها رو میتونی راحت مثلا با دو سه تا پست و استوری اینا بفهمی که واقعا طرف اومده هدفش اینه اومده این رویا فروشیه رو انجام بده و در قبالش هم حالا در کنارش هم یه پروداکت یه سرویس آره یه, یه, یه پکیجی به پکیج فروختن خیلی ماله آره یه پکیجی میفروشه یه محصولش جه. بفروشه ولی حالا نظر شخصیم منم حالا جسته گریخته آیسا رو دنبال کردم هنوزم میکنم هیچ وقت اون حس بهم دست نداده که این اومده ماشین خوب سوار شدنه رو بخواد مثلا به بکشه مثلا یه 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 هدف قایی اینو نشون بده یا استایل زندگیشو نشون بده میگم حالا خیلی مثال چیزیه خیلی مثال به قول ایمان هم دم دستیه دم هم خیلی مثال بزرگیه ولی خب اون ایده ای که میگی ایده ای رویا فروشی اینا وجود داره ولی نمیدونم من احساس میکنم بعضی یا از پس رویا فروشی است بعضی ها از پس اون از اون الفاظی که تو باید خیر داره <laughs> <applause> از فصل اون شب مثلا سیاست مداره و فلان و اینا ولی بعضی هم واقعا به واسطه اون چه میدونم اون جنیون بودنشونه دیگه اون آره صادقانه مثلا داری یه چیزی رو بیان میکنه بعضی من میگم که شاید خیلی نامردی باشه بهش بگی من, من, حالا برداشتم بگو نه یو من, نی... آه، آه، اه، من تو های حالا اپیزود آخرمون ف... فکر یک... یکیش رو که مطمئنم دیدم که حالا یه عزیزی بود لطف داشت اینو نوشته بود گفته بود که من مضمونش این بود که من دوست دارم مثلا شما رو که میبینم دوست دارم که بیام کانادا آه، 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 بود. این این الان که داری اینو میگی ما هم شاید خودمون ناخواسته داریم مثلا یه رویایی رو, رویای رو میفروشیم نمیخوام یا مثلا واقعا مستقیم این این داستان نیستیم ولی همینطوری که خودمون چهار تایی که کنار هم حرف میزنیم حالا احساس کنم این فاین لاینی بین رویا فروشی و اینکه صادقانه زندگی تو در طبق اخلاص بذاری وجود داره به واقعیت من اصلا حالا من با آیسان اسلامی کاری دارم نه, نه, نه چیزی داشتم نه, نه, نه آیسان اصلا دیگه داستانو با... اصلا من کاری باش ندارم داستانو گفتم که چی شد من به این مفهومه رسیدم و رفتم دنبالش که من توییتی داشتم میخوندم راجبه اون به این موضوع اشاره شده بود و میگم میریم نگاه میکنیم از بچگی به ما رویا فروخته شده دیگه اون که 100 درصد من که بخوا... اصلا به اون... نه نه من که با اون قارب اون قارب اون قارب... ندارم ببینیم چه اتفاقی میفته که میلیاردها نفر آدم ولی میرن رویایی, رویایی رویا... که رویایی که ناظم من و تو و مثلا معلم دینی من به ما فروخته خیلی متفاوت بوده با رویایی که یه کسی دیگه ببین میگه اصلا بحثی توش نیست یا... 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 مثلا یه سبک زندگی که فقط دیدیم مکانیزم رو بیشتر آره کاری میگم با هر کی دنبال هر کی دوست داره میتونه بره کاری با کسی نداره ولی باید ببینیم که من دوست داشتم ببینم که چی میشه چی که میشه؟ توی اردر میلیون ها میلیارد ها نفر آدم میرن دنبال یه مفهوم و میبینیم توی تاریخ مغز ما ظاهرا اصلا اینجوری مم. تکامل پیدا که اصلا دلیل اینکه انسان ها حیوانات غالب کره زمین همین مفهوم قصه گویی است در واقع مم. روایت کردن چیزی که لزوما وجود خارجی نداره ولی همه رو با خودش همراه میکنه مم. ولی نمونه ایجا... خارجی نمونه های هم ایرانی و هم خارجیش خیلی وجود داری. داره یعنی من میتونم الان حداقل 5 تا رو بگم <تصفح> توی پاکسیمتی 5 کیلومتر ولی خب بفرمایید نه الان همین میخواستم بگم برداشت من چی بود که کارون خودش گفت که بیشتر همون مکانیزمی که اصلا <تصفح> ذهن <تصفح> 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 فرکانس من یکی, یکی شده, شده. اولشو بخوا... من بزا بگم برای چی من اینو پرسیدم به خاطر اولش که شروع کردی و در واقع احساس کردم یه یه برداشت منفی نسبت به شروع حرفت داشتم آه. نسبت به آیسان اسلام خب شاید اون لفظ رویا فروشی خودش خیلی ذره منفیه. منفیه زد درصد مثلا تو کانتکس نباشه بلی... من،, فقط توی کانتس... کانتکس های منفی شنیدم این لفظ رو این کار ارائه کرد در مورد اینکه تکامل ذهن ما اه. مثلا اینجوری بوده و این میشه که یهو مثلا آیفون که میاد بیرون چه میدونم دم اپل رو صف میبندن مردم مثلا چون اون یه روای... یه... یه داستانی اه. داره ارائه میده که مثلا یه سری هوکت میشن میرن اینو انجام میدن حتی میدونید که من هیچ ما هیچ وقت نمیتونیم اون مفهومی که تو ذهنمونه رو صد درصد به طرف مقابل منتقل کنیم صد در صد. من چیزی که میگم و هر کسی با فیلتر ذهنی خودش میشنوه برای همین من هر کاری هم بکنم اون چیزی که تو ذهنمه قطعا به شما منتقل و لکس. بله برای همین نه درست منطقه <متحدث> نه من فقط خواستم درست متوجه بشم به خاطری که حالا اسم آقای اسلامی اومد آره هر آره. موقع که داشت اردن ونکوور میتونم بیان و ما باشون صحبت بکنیم آره. رویا فروشی که میگی خب یه لفظیه که مثلا تو این یک الان خیلی, خیلی مده باقا؟ مد شده. آره الان به خاطر تمام کسایی که تو اینستاگرام مثلا طرف میاد میگه شما میتونید با 3000 دلار در ونکوور زندگی لاکچری داشته باشید این این زیاد به کار میره یک سال گذشته خیلی زیاد شده که مثلا این میگن که مثلا بیان ما کارهای مهاجرتیتون رو میکنیم بیان کاردا مثلا طرفو میارن اینجا بعدم یه پولی ازش میگیرن ولش میکنن طرفم بعد مثلا سه ماه نمیتونه دووم بیاره مجبور میشه تمام مالشم هم میوازه بدون زبان بیان کانادا من این مدت خیلی این لفظو شنیده بودم و خیلی یعنی همیشه منفی بوده جدی. هر موقع که شنیدم میتونه منفی باشه آره اصلا آره. توش نیست ولی نه من نه نشیده بودم ]ش رو نشیده بودم من اینو بود. اونجا دیدم و روی بردم این یکی از اون سه تا که من باشی. گفتم این روی برد بود ولی الان خیلی خیلی رایجه مخصوصا از موقعی که در واقع این ویزای جدید چیز اومده Temporism. بود تمپرری ورک پرمیت اومده بود اصلا دیگه خیلی توی اینستاگرام پیجای زرد یه جوری همدیگه رو نه بعد ما حالا به واسطه آه. کار نتیجهشو میدیدیم دیگه که به ما گفته بودی چندین بار یعنی بودن واقعا رویاه بهشون فروخته شده بود ماده بودن من دیسکلیمر بگم بدون اسم گفته بود فقط گفته بود یه سری آدم اومدن و این اتفاق برشون آره افتاده هیچ آره موقع اسم نمیبری آره ولی خیلی آدم با مراقب باشه من یه پیشنهاد دارم بفرمایید چون فضا داریم که دستگاه ام بیاریم خب که دیگه کارون هر اپیزود ما رو بکنه زیر ام آر آی نه ام نبود اون که صدف میگفت ام آر آره نه <laughs> بله ولی کلا این کارون توی حالا سیزنهای قبل به یه نحوه دیگه در, در این مورد صحبت کرده بود که فکر کنم ربط داره و اون همین بود که مثلا افکاری که تو اون صدایی که تو ذهن ماه حالا همون داستان ها میشه دیگه یه صرفا شاید وا... واقعیت نداشته باشه ایشون خیلی فکر کنم فرکانسش با مغز این این لاف این, لافت این لافت <applause> دیگه بعد خیل... نه این اون موضوع سوم است نه بگو. آخه... نه بگو نه بگو بگو خیلی کمک کرده حالا شخصا به من و مثلا تو چند تا سناریو این اینو بگید من قبلا گفتم آره بعد بگید من خوشحال میشم منتظر بود بیای خیلی خوبه که مثلا بشنوی اینو یعنی واقعا کسایی که دارن میشنون این داستانی که یه سر افکاری که ما تو ذهنمون هست واقعا واقعی نیست یه لحظه بهش فکر کنید و خیلی فرق میکنه بعد حالا در مورد رویا هم گفتی من نمیدونم حالا رب ساره ولی چند وقت پیش یه تکسی دادم تو گروه تو تورنتو بودی گفتم رفتم اون داستانه بحران سی سالگی و دادم و اینا من شروع کردم تابستون با یه انرژی زیادی رفتم عضو تیم فوتبال شدم بعد همه جوون بودن همه بچه های 20 21 ساله و من دیگه, دیگه یه گروهی شده بود که من پیره بودم بعد یکی دوتا تمرین کردیم یه کمی باشون مثلا رفیق شدم و صحبت کردیم بعد تمرین ها و اینا بعد هم دانش... دانشگاه دانشگاهی بود میرفتن که من میرفتم اس اف یو بعد شروع کردیم صحبت در مورد پروگرام و اینا بعد اونجا منو هیت کرد که من دیگه مثلا دانشجو نیستم و مثلا من تو سن اینا بودم و دیگه نیستم و هیچ وقت اینجوری هیت هم نکرده بود تعلقی دیگه نشتی به اون خیلی سنگین بود برام و اینا بعد که مثلا یه یکی دو هفته خوبی این <applause> تو تمرینی که ما رفته بودیم تازه من رو هیت کرده بود از لحاظ ذهنی کج شدی؟ آره کج شده بودم به قول بچه بعد یه کمی که مثلا خودم سعی کردم حالا ببینم چه جوری میتونم باش دیل کنم اصلا چیه خیلی برام چیز عجیب بود و اینا خلاصش رو بگم به این رسیدم که انقدر حالا زندگی مشغولیاتی داشته و فلان و نا. اصلا من فرصت نکرده بودم که این سالهایی که گذشته حالا وقت کنم و اون استوریه رو به قول اصلا برای خودم تو ذهن خودم یه بار مرور کنم این سالهایی که گذشته بعد انقدر همه چی اینجوری بوده و اینا بعد سعی کردم این کارو بکنم هی پشت سر هم اتفاقاتی که افتاده اون, اون و خلاصه تو ذهن خودم چیدم و خیلی کمک کرد که از اون مهم. اون حال عجیب در بیام فکر کنم ایمانم اول اپیزود در مورد خاطرات اینو صحبت کردیم گفتی خیلی راحتی با اینکه این چیزها رو میبینی و اون حس عجیب نمیاد سراغت به خاطر اینکه شاید تو ذهنت ببین الان داستان... من داستان خوبی داری ایمان مثلا شاید یک سال یه سال نیمه گذشته و ایمان قبلش خیلی با هم فاصله دارم امه. من شاید یه... یه مدتی بود که از همه چیز فراری بودم از تمام خاطرات تمام عکس تمام آهنگا تمام اطرای قد یعنی اصلا یه سری یه سری حساب بود که من در خودم جوری سرکوب میکردم که اصلا نمیخواستم وجوده یعنی اصلا مم. یه جوری برخورد میکردم که انگار وجود نداره حالا به روشهای مختلفم مختلف هم داشتم اینا رو سرکوب میکردم مخدر و غیر مخدر یعنی <laughs> 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 دلیشو میدونی چرا؟ ام... آره خیلی شخصیه آره آره ولی یواش یواش شروع کردم با این مسئله کنار اومدن که خب ام... روش کار کردی یعنی دیگه زندگی دیگه من تا یه جایی یا میتونم خودم رو از بین ببرم انقدر در مورد اینا فکر بکنم انقدر خودم رو سرکوب بکنم انقدر خودم رو در واقع سرزنش بکنم که اصلا ندونم چه اتفاق داره برای زندگی میفته یا اینکه میتونم ازش یه درسی بگیرم بگم که اوکی من یه سری یه تجربه زندگی داشتم یه سری اشتباهات داشتم به واسطی اون اشتباهات یه سری چیزی یاد گرفتم یه سری در واقع اپورتونتی هم از دست دادم توی زندگی امه. الان میتونم با اون چیزایی که یاد گرفتم یه ذره جلوتر برم این که حالا دارم بهت میگم خیلی پروسه خیلی ساده ای برای تعریف کردم و یعنی خیلی به زبان شیرین میاد ولی واقعا اینطوری نیست یعنی تو بعد از خیلی از سیاهی ها باید بگذری با خیلی پولا رو باید پشت سرت خراب بکنی خیلی کارا رو دیگه خیلی افکار رو دیگه سعی کنی نتونی بری سمتشون و نسبت رو بتونی نسبت به اون رو دیسنسیتایز بکنی یواش یواش دیسنسیتایز فارسیش بیهس بیهس بکنی خودتو در واقع نذاری که نذاری که تو رو اون جوری که اون احساسه میخواد تحت تاثیر قرار بده <تص> ولی خب یا اینکه باید میذاشتم من رو از بین ببره دیگه یعنی یا باید یه راهی رو میرفتم که تهش رو دیده بودم به واسطه حالا آدمای مختلفی که توی دنیا وجود داشتن یا اینکه باید راهم رو عوض میکردم روشم رو عوض میکردم ولی الان اتفاقا اینا هم حسین آوازم پرسید گفتش که مثلا این چه کتاب فارسی تو میبینی ناراحت نمیشی گفتم نه اتفاقا خیلی خوشحال میشم که من هم. یه همچین تجربه داشتم از, یه از, همچین گ... از اون سوونیری ازش دارم یه همچین سوغاتی از اون دوران زندگیم دارم اه... یه سری خاطرات خوب دارم یه سری خاطرات بد دارم به یه سری آدم میتونم فوش بدم میتونم میگم توانم... میتونم خیلی میتونم باهاش زندگی کنم الان دارم سعی میکنم با تمام اون خاطرات خوب و بد گذشته که داشتم سعی کنم زندگی کنم شاید مثلا اگه دو سال پیش بود اون تاثیر من اگه دو سال پیش بود احتمالا کتاب هر همه اینا رو قایم میکردم یعنی امکان نداشت که من این به واسطه که تمام این چیزهایی که داشتم رو قبلا هم داشتم ولی هیچ وقت مثلا ن در نه صحبت کردم نه اینا یه اپیر نشه اینا تو زندگی من در بودن در همیشه رو در, در این جبه ها هیچ وقت شاید باز نمیشد اگر که ایمان مثلا شاید دو سال پیش یه سال نیم پیش بودن آره چیزی که مثلا برای خود من خیلی تهرپی هم خیلی کمک کرد چیزی که برای خود من خیلی کمک کرد در نهایت حالا گفتی تراپی کمک میکنه قطعا که کمک میکنه ولی تش برداشتی که من بهش رسیدم اینه که تراپی میتونه بود احساس شما رو کمک کنه و حالا میتونی بری تو اون مسیری که حالا هر آدمی زخم داره خب تراپی میتونه به شما کمک کنه که وارد اون مسیره بشی ولی تهش در نهایت من متوجه شدم که این مغز من بود که به شدت خراب شده بود و حالا مغز در واقع یه سخت افزاره اون نرم افزاری که روش نصب میشه خیلی مهمه اون نرم افزاری میشه فکرام میشه اون صداها خب اون به شدت خراب شده بود و من نمیفهمیدم از درون داشتم در واقع خورده میشدم تاشم که توی هیچ خودت که نمیتونی فرار کنی <applause> <applause> و حالا اون اپیزودی که قبل اینکه برم تورنتو رفتم در راسته همون بود و من تمام اون اپیزود رو تو تورنتو هی خودم تمرین میکردم. اونجا حالا خیلی بیشتر تنها بودم. هی با خودم تمرین میکردم و تهش واقعا مشکل خودم بودم بعد حالا تو میری مشکل رو پیدا میکنی میفهمی خودتی میری گذشته رو حالا میگم سن حالا عددی هم ممکنه به دیده یه سری ها نباشه ولی خودمون نگاه میکنیم سی و دو فکر میکنیم خیلی بزرگه. شما که من ایمان سی و دو بگو بگو. اه اه میری به گذشته نگاه میکنی شروع که از خودت ایراد گرفتن یه جایی مثلا هنوزم فکر میکنم تو طول روز پشمای خودم میریزه که مثلا چرا فلان جایت رو کردم خیلی عجیبه ناراحت میشم <applause> مثلا میگم که بالاخره حالا هر آدمی ممکنه برای خودش یه سری استاندارد رو تعریف کرده باشه من میگم اون موقع این خارج از استاندارد من بود من چرای... خیلی ناراحت میشم ولی چیزی که به من کمک کرد اینجا بهش اشاره کردم اون داستانی بود که من از اون موضوع برای خودم تعریف کردم من اونجا اون اشتباه رو کردم حالا یا هر چیزی به این دلیل دلیل پشتش این بوده توی اون لحظه من به اون آگاه نبودم چون میره توی خیلی لایه های عمیق ناخداگاه و به اونجا دسترسی پیدا کردن واقعا کار سختیه واقعا کار سختیه ولی اون داستانی که من الان تعریف میکنم یه مقدار از حالا اذیتی که ممکنه بشم یا عذاب که آدم داشته باشه که چرا این کار کرده چرا مثلا اصلا با خودش چرا این کار کرده چرا ام. مثلا خودمون مثلا نادیده گرفتم یا هر چیزی اون داستانه که این اتفاق افتاده بود به این دلیل به این من آگاه نبودم و این کمک میکنه خب اون آگاهیه رو آدم الان بهش دسترسی پیدا کنه و این کمک میکنه اون صدای توی مغز رو یک مقدار آروم میکنه ببین برای من اینطوری بود که حالا این تجربه شخصی منه برای من چند تا استیج داشت اولیش اینه که خیلی راحته که تو بقیه رو بلیم کنی برای اتفاقی که داره تو زندگی میفته من اول شروع میکردم اره و اورو و شمسی کوره رو من یه بار فکر کنم شستم گذاشتم کنار تو ذهنم که آره فلانی فلان کاری کرد بیساری فلان کاری کرد اول از اون باید بگذری که بفهمی که آقا مشکل اصلی که وجود داره تو ذهن خودته بعد شروع میکنی خودتو زدن یعنی فکر کنی که اون جنگ اصلیه برای من اونجا بود که من آدم نالایقی هستم من آدم بیسوادی هم من آدم ناتوانی هم هر جوری که بتونی اون موقع است که باید واقعا اونجاست که باید از خودت در یه بار بگذری و از خودت پیروز بشی بیای بیرون موقعی که شروع میکنی خودتو زدن انقدر خودتو تخریب میکنی که اصلا دیگه چیزی اون, نیمی. اون اصلیت ماجرا اصلا از بین میره دیگه اصلا تو نمیدونی که چرا داری این کارو میکنی فقط عادت میکنی به اینکه خودتو تخریب کنی ولی بعد از اینکه یه مدت میگذره میفهمی که خب حالا این تخریب یعنی اگر که مثل من شانس داشته باشیم به این میرسی که خب این تخریب کردنم الان زیاد کار مفیدی نیست که من دارم انجام میدم باید یه راحلی براش پیدا بکنم ببینم این تخریبه از کجا میاد سرمنشه چیه و چرا داره اتفاق میفته و خب اون موقع است که یواش یواش شروع میکنی به قول کار میری توی خاطرات قدیمیت و ببینی که این گفتش که دسترسی به اون خاطرات قدیمی سخته به نظر من دسترسی به اون خاطرات قدیمی آگاهانه سخته که تو خودت رو باهاش نزنی که ببینی که خب این اتفاق افتاد من این خطا رو کردم این این ضربه رو من اینجا هم به خودم هم به اطرافیانم وارد کردم ولی الان ازش میگذرم ازش یه سری چیز یاد گرفتم یه سری آدم رو شاید ناراحت کردم یه سری آدم رو شاید ناامید کردم ولی خب الان چی کار کنم میدونی؟ یه زیان بگم یه, یه جمله شنیدم خیلی جالب بود میگفتش که therapy enables bad behavior بعضی موقع من برای این برای این که bad therapy enables bad behavior اینه که تو ترپی بد که اگه بگیری اینطوری که مثلا مثلا ترپیست میگه میگه آره چرا ناراحتی تو همیشه بعد مثلا به خودت فکر بکنی میری مثلا 50 نفر آدمو از مثلا از کار و زندگی میندازی بدبختشون میکنی به خاطر اینکه مثلا باید به خودت فکر بکنی اینو خیلی مثلا چیز همه شنیدیم دیگه ده. این چیزی که آره هم مثلا آدم باید خودش رو اولویت بذاره ولی آگاهانه و با یک با یه فر با یه استراتژی نه میخوام بگم فر بودن با یه سرد. منصف بودن آره با, یه انصاف. خاصی تو باید با خودت بشینی و بفهمی که داری به خودت, داری به خودت کمک میکنی یا داری به بقیه ضربه میزنی به من هرچی بیشتر حالا توی این موضوع عمیقتر میشم و بیشتر روش فکر میکنم متوجه میشم که اون رسیدن به اون ناخداگاهمون دسترسی پیدا کردن به ناخداگاه شاید سختترین کار دنیا باشه یعنی تو ممکنه بری خودتو پاره کنی سختترین مسائل پیچیده دنیا رو هم بفهمی ولی من حس میکنم فهمیدن ناخداگاه خودمون بسیار بسیار کار سختی حالا محاسباتش هم قبلا گفتیم دیگه حالا خلاصش مجموع بیت هایی که به مغز میرسه در ثانیه حدود 11 میلیون خورده ایه. خب از تمام حسگرا و ما فقط 50 تا از این 11 میلیون خورد 50 عدد از 11 میلیون رو ما خداگاه میتونیم پردازش کنیم خب این یه در واقع یه مقیاسی به ما میده که حجم ناخداگاه ما در مقایسه با حجم خداگاه ما میتونه چقدر باشه مم. یه جمله هم حالا خونم اگه اشتباه نکنم از یونگ بود یونگ روانشناس میگفت تو ممکنه توی یه رابطه باشی و خداگاه تلاش کنی که عاشق اون آدم باشی ولی ناخداگاه تو تمام تلاشش رو بکنه که تو از اون رابطه بیای بیرون این یعنی چی؟ یعنی که ما میتونم نمیدونم حالا چه جوری گفت ولی درون ما <تص> میتونه موجودات دیگه ای باشه درون مغز ما که اتفاقا کنترل دست اوناست و ما نمیتونیم حتی شناساییش کنیم یعنی با اون پنجاه بیت اون یازده میلیون بیتی که داره میاد و در لحظه پردازش میشه که ما حریف نیستیم که <متصفح> برای من گفتم پیدا کردن تو گفتی گفتم دلیلش رو میدونستی <متصفح> به پیدا کردن اون دلیل عمیقه که چرا ما یک زمان من خودم میگم مثلا رفتاری کردم که خارج از استانداردم بوده <متصفح> چرا مثلا اشتباه کرد یا حالا هر چی پیدا کردن دلیل زیرین اون حتی هم لازم نیست یه چیز موضوع پیش ده. آقا مثلا یه بازی یکی درس نخون آه. یکی سر کار خوب کار نکرد این ممکنه یه دلیل خیلی زیرینی داشته باشه که رسیدن به اون به نظر من واقعا جز سخت کارست کاراست و کسایی که به یه خودشناسی میرسن به نظر من فوق آدمای پیشرفته یعنی اصلا تمرکز اصلی نه نه روی پول در آوردن نه روی مهارت باید توی شناخت خودمون باشه و اون فوق به نظر من کار سختی من بگم حالا ما که اینجا این شستیم داریم در مورد گذشته ما میگیم میگیم که آره از اون دوران دارکمون گذشتیم دلیل برای این نیست که من الان هیچ کار اشتباهی انجام نمیدم من الان روزانه فکر کنم دارم حداقل سه تا کار اشتباه خیلی بد انجام <applause> به صورت میانگی و آره به صورت میانگی دارم این کارو <تصفح> میکنم ولی دارم سعی میکنم که آدم بهتری باشم یعنی این بر این, با... بر این باورم که توی الان مسیری. توی مسیری هستم که سعی میکنم بهتر باشم الان اینطوری نیست که من دل کسی رو نشکنم کسی از خودم ناراحت نکنم حرفی نزنم کسی رنجیده نشین همه کارم درسته اینطوری نیست من شاید خیلی اتفاق میفته جاهای مختلف حرفی میزنم حتی توی مثلا اپیزودهای مختلف خودکست و کومان و دوگ نباش و اینا چیزایی میگم که شاید چند نفر ناراحت بکنه ولی بر این باورم که دارم سعی میکنم که خودم رو بهتر بکنم میدونم که میتونم بهتر باشم میدونم که اگر که اشتباهی کردم ته دنیام نیست اگر که اشتباهی بکنم نیاز نداره که تا عمر دارم خودم رو به خاطر سرزنش بکنم از کار و زندگی خودم رو بندازم از دوستام خودم رو مخفی بکنم از خاطراتم از هویتی که دارم میخوام خودم رو مخفی بکنم <applause> انا اشتباهات تو رو تعریفت بکنه آره بر اینطوری نیست که حالا فردا مثلا یه فر بگه نه ایمان که مثلا هفته پیش منو پیچون این چی داره میگه مثلا نه واقعا اینطوری نیست من دارم سعی میکنم که بهتر باشم دارم هممون همینطوریم داریم سعی میکنیم که بهتر باشیم آدمای بهتری باشیم ولی در طول این مسیر اشتباه میکنیم شاید اشتباه های خیلی بدی هم بکنیم ولی سعی میکنیم که جبران بکنیم سعی میکنیم که زندگی بکنیم یه لحظه به این فکر افتادم که فکر میکنیم یه روزی ای آی بیاد که مثلا از وقتی که یه بچه تو شکم مامانش ای باشه خب و همینجوری که بزرگ میشه این ای آی هم باشه مدلش هی ریفاین بشه و اینا بعد تو به سری مسائل و اینا که میرسی کمکت کنه بگه این اینجا که مثلا داره دهن سرویس میشه به خاطر اینکه تو شیکم که بودی طبقه بالایتون پارتی داشتن مامانت اصلا نتونست بخوابه فکر کن اصلا دور نیستیم از این موضوع باز جالده. رب داره به اپیزود قسمت بعدی من بهش بعد. میگم تراپی <applause> <applause> میبرد بگم من می میزم شخصی بگم براه. من یادتونه که مدت خیلی زیادی احساس خفگی کردم. من هزار تا دکتر رفتم برای اینکه تنگی نفس داشت بیمارستان رفتیم یه زیست به نام چایلد برث تراما که موقعی به دنیا آمدن آدم تجربه میکنه من تقریبا مرده به دنیا آمدم من بند ناف دور گردنم پیچیده بود و سیاه سیاه و تقریبا مرده به دنیا اومد oh, no. موقعی که بدیم و این چیزی که اولین اتفاقی که برای من میفته موقعی که یه استرس خیلی شدید و به زندگی وارد میشه نفسم میگیره من اینو نمیدونستم یعنی بعد از اینکه با مامانم صحبت کردم و مثلا یه سری خاطراتی که رد و بدل شد و اینا فهمیدم که اتفاق افتاده و بعدش که مثلا با ترپیستم و اینا صحبت کردم این برام آشکار شد که خب چرا این اتفاق میفته و اگر میگهتون باشه خیلی حالا من نمیگم شد همه باید برین نماره چارت بر تراماتون بگردین اینطوری این که برای من بود آره یعنی این فشاری که من توی اون مثلا چند دقیقه زندگیم ها نمیدونم واقعا چقدر طول کشه چیزی داشتم در واقع تحمل کردم خودش رو به شکلهای مختلف نشون میده یعنی جاهای مختلف با فشارهای مختلف خودش رو نشون میده جالب اینو علم. چقدر طول کشید به این برسید؟ ام... خیلی یا پونزه جلسه فکر کنم سه سال و سه تا شاید تو مثلا داستان دو سال و سه <تصفح> تا داستان, داستان بندناف رو چند بار شنیده بودی خیلی دمش. آره ولی, ولی هیچ وقت نتونستم این کانکشن رو برقرار کنم آره و اگر این بود ازم میپرسید که این چه حسی در تو بوجود موقعی که این به وجود میده بین مغز در واقع کار کرده اصلیش اینه که ما رو زنده نگه داره خب و زنده نگه داشتن قبل هزار بار راجعه صحبت کردیم میگه مغز توی در واقع تخمین زدناش از آینده و خطرهای دا. همش داره خطر پیش بینی میکنه دیگه براش خیلی کم هزینه تره که اشتباه یه خطری رو پیش بینی کنه تا اصلا خطر رو پیش بینی نکنه حالا همه ماها به واسطه تجاربی که توی زندگی داشتیم مغز ما بالاخره یه سری آسیب ها رو ضبط کرده یه سری خطرها رو دیده و توی شرایط مشابه هی میخواد به ما هشدار بده که این ممکنه همون آسیب باشه این ممکنه همون باشه باسیب... فقط میخواد زنده بمونه دیگه هدف از زندگی نه پیدا کردن معنا هدف از مغز نه پیدا کردن معنا نه لذت بردن نه عاشق شدن هیچ کدوم اینا نیست مغز میخواد موجود رو زنده نگه داره همین حالا ما یه سری آسیب میبینیم یه سری خاطرات بد داریم اینا زخمش روی وجود ما میذاره کجا تو ناخداگاه نه توی خداگاه و دقیقا اون آدمی که چه میدونم مکانیزم های دفاعی آدم ها ممکنه با هم فرق کنه یکی ممکن زیاد شوخی کنه یکی خیلی جدی یکی همیشه به خودش میگیره یکی نمیدونم هیچی به خودش نمیگیره یکی مثلا رو هوا یکی هپروت اینا همش مکانیزم دفاعی به خاطر یه سری دلایل دیگه <تصفح> با... یه سری که حالا یه سری از اینا ژنتیکی یه مکانیزم دفاعی که ما به مرور زمان توی خودمون دیو کردیم به وجود آوردیم ما که نه مغز به وجود آوردی که ما جون سالم ببریم <تصفح> این که میگی تو از احساسات فرار میکردی درست گفتم دوقت تو یه سی درم. به, درم ببریم. می بر... به بریم. ببریم در, ببریم در گفتی حالا اه... ما جای دیگر احساس دور حالا فرار میکردی من ازت پرسیدم چرا به خاطر اینکه خب من مورد مشابه با خودم داشتم و دلیلش برای من این بود که نمیفهمم یعنی سخت برام فهمیدن و دیل کردن باهاش و یه جایی ده. مثلا یاد گرفتم که راه این که موفق بشی اینه که خاموش کنی چون اصلا از توان درک من این موضوع خارج راحت نره نه برای منم یعنی من دلیلی که فرار میکردم این بود که من از تمام هر چیزی که نتونم باهاش دست و پن... اون لحظه باش دیل بکنم میذارمش کنار یعنی آفر. اگر که ازش فرار میکنم یعنی اینطوری هم که اگر که من نرم سمتش یعنی اتفاق نیفتاده هنوز تا موقعی که اتفاق بیفته و دهن تو سرویس کنه میدونی چی تا موقعی که دیگه بهت فشار رو از تمام جوانه بالا و پایین بهت بیاره ولی آره من اگر که مثلا اینجا هم همینطوریه توی توی کارهای استودیو همینطوری اگر یه کاری نتونم انجام بدم مثلا فراموشش میکنم انگار اصلا وجود نداره یا مثلا حالا یه دیگه اگر که مثلا مشکل مالی داشته باشم مثلا تو بانک هم نمیرم که نه اون عدد رو آره یعنی من فرار میکنم از مشکلاتم از از های سخت فرار میکنم از اون روی رویه روی خیلی بخته من موقعی هم که میدویدم از مشکلات زندگی فرار میکردم میدویدم واقعا یعنی نگفته بودم چی بیرا نگفته بودم. نه نه ایشون همیشه آقای آقای فرزاد هرچی گفته تا الان درست بوده این دوتا تا برادر تا الان هرچی گفتن <applause> من چشمسته قبول کردم <applause> <applause> دمتون گرم یک ساعت و تقریبا چل دقیقه صحبت کردی جالب شد به من حس قدیم و داد همین رو میخوایم هم من دا دا نه داد شد عالیه شد من در شما <متصف> <دا> نه بزا <متصف> دور بهت <بيقیم>. میگم <متصف> 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 <applause> دمتون گرم که تا اینجا اپیزود با ما بودید یک اپیزود طولانی همونطور من یه چیز دیگه میتونم بگم که یه کامنتی که خیلی داره اذیتم میکنه <applause> بگی، <سی سانی> وقت <applause> مهمان برنامه اینی <خواهی> که <applause> <applause> آره اینی که به من خیلی من میبینم که ایمان لطفاً رو چنل خودت فعالیت کن خواه میگم آقا من رو سه تا چنل دارم چهار تا ویدیو در هفته میدم واقعا نمیتونم یعنی من نه اینکه فوتج نداشته باشه آقا من کی تو آقا من تو کجا؟ اصلا یه دقیقه از این و یه دقیقه از اون آقا من براتون توزیدم من یک دقیقه و یازده ثانیه ویدیو گرفتم یک روز از من زمان برد مثلا توی این هفته مثلا در صحبت کردیم دو تا اپیزود کومان اومد مثلا چه میدونم اپیزود دوگ نباش اومد موزیک ویدیو میامد و مثلا هنوز به بم... بچا بم... به چون میام توی تمام اپیزود کومان فعاله دیگه 100 صد درصد فعاله یعنی عضوی از این گروه چرا توی چنل خودت ولاگ نمیذاری آقا اصلا تو ببین من دیگه چقدر میتونم خودم باشم دیگه؟ یعنی من چهار روز داره از من در هفت روز داره کانتنت میاد بیرون که تو همون هفته ضبط شده چون تو میتونی توانایی شده اینو اینو واقعا ندارم نه این, این, این ای آقای تو هستی وحید رضا چیه منشیه میگه میخوای شما بیا بشین جای من آه. اگه بهتر بله اسم رو دو میگه ساجد مهلا واقعا واقعا اگه بهتر از من اگه از ایمان بهتر انجام میدید برید نه جامو <تصفي> من به کسی نمیدم اینو بگردین اینی که براش بیل زدم به نه. ولی واقعا بعضی موقع سخته یعنی ببینید که داره چه میدونی مثلا همین ما. همین, کار نه. ما از کی اومدیم از شیش نیم اومدیم دیگه ما. الان نه و ربه نه بابا آره ایما الان که دارم فکرش میکنم این هفته که پرکار بودید و همه جای ویدیو اومد تو چنل خودت هم باید یه <تصفح> ویدیو میذاشت نه ولی مرسی که بگو نه میگم به عنوان دنبال کننده طرف دوست داره مثلا من دوست دارم درصد یعنی میگم آقا بذار من بگم من درخواستم بکنم به قرآن نمیتونم یعنی yani این چیزی که شما میگی فقط یک می یک فشار مضاعفی رو روی منتال من میذاره که من واقعا وای واقع من نکنه دارم کم کاری میکنم بعد به خودم میام میگم نراشم تو 9 صبح تا 10 نیم شب تو خراب شد. شده شما, شما بعد این حسی کجا از این کامنت پاک میکنم حداقل تو پادکست وقتی که کامنت رو چه حسی بذاری آها اس بودم وقتی فرزاد این جمله رو گفت جسی بزنیم می‌خواست برای همین ببخشید اگر که نمیتونیم این نه اسخای نکن اون آدمی که قبلا ازش چیز میکردم فهمیدم آدم حیوانی بوده گروه باش دمتون گرم و من لایت اوپیک ورده لایل هم فعلا خدافظ خدافظ